به دنبال مکان آرامی بودم که در آن بمیرم کسی بروکلین را پیشنهاد کرد فردای آن روز رفتم تا با آن شهر آشنا شوم پنجاه و شش سال بود که به بروکلین پا نگذاشته بودم و آن را کاملا از یاد برده بودم وقتی پدر و مادرم از آنجا رفته بودند سه سال بیشتر نداشتم با وجود این به طوری غریزی به محله سابق من برگشتم مثل سگی زخمی که کشان کشان خود را به زادگاهش برساند. آپارتمانی سه اتاقه را از بونگای معاملات ملکی اجاره کردم. از همسایگانم چیزی نمیدانستم. برایم مهم هم نبود. همگی از نه صبح تا پنج بعد از ظهر کار می کردند و هیچ کدام بچه نداشتند. بنابراین این ساختمان ساکت بود و من همین را می خواستم. پایانی تو با سکوت برای زندگی غمناک و مسخره. برای خانه مشتری پیدا شده بود. و من و همسر سابقم تصمیم داشتیم بهای فروش خانه را با هم قسمت کنیم و داشتن 400 هزار دلار در بانک برای پرداخت مخارجم تا آخرین نفس کافی بود. ابتدا نمیدانستم چطور خودم را مشغول کنم. مدت سی سال را به رفت آمد میان خانه در حومه شهر و محل کارم دفتر تصادف و زندگی اطلس در مناتان گذرانده بودم. و حالا که بیکار بودم روزا بیش از حد طولانی به نظر می آمد. تقریبا یک هفته بعد از اسباب کشی به آپارتمان جدید دخترم راشل که با شوهرش در نیوجرسی زندگی می کند به دیدنم آمد. گفت بهتر از سرم به کاری گرم باشد. او احمق نیست. از دانشگاه شیکاگو دکترای بیوشیمی گرفته و در یکی از شرکت بزرگ دارویی مشغول است. اما هرچه باشد دختر مادرش است و کم اتفاق میافتد که حرفهای یک نواخت و بیمزه نزند و اصطلاحی نخنما به کار نبرد. به او گفتم که احتمالا تا پایان سال زنده نمیمانم و به مشغولیت کمترین اهمیتی نمیدهم. یک لحظه فکر کردم میخواهد گریه کند ولی نکرد و فقط مرا خودخواه و بی احساس خواند و گفت تعجبی ندارد که مامی دست آخر طلاق گرفته بود و نتوانسته بود بیشتر از این مرا تحمل کند. بیچاره دکترم تقصیری ندارد. او یک دانه است و 29 و ساله و محض نمونه توی عمرش یک بار حرف تازه ای نزده است که مال خودش باشد. البته من گاهی روی سگم بالا می آید ولی ذاتن بد اخلاق نیستم. سی سال آزگار بیمه عمر فروختم و برای این کار باید خوشرو و صمیمی بود و به حرف مردم گوش داد. من بعد از چهار پنج سال پی بردم که برای زندگی زناشویی ساخته نشدم. به نظر راشل به عنوان پدر هم تعریفی نداشتم. اما من آن را به شیوه خودم دوست داشتم. و این من نبودم که به فکر طلاق افتادم. ادیت بود که خواست از من جدا شود. اینکه به راشل گفتم چیزی از زندگیم باقی نمانده غل بود. سرطان ریم ظاهرا رو به بهبودی میرفت و پزشک متخصصم گفته بود میتوانم محتاطانه خوشبین باشم. البته به این حرفا اعتمادی نداشتم. از دانستن اینکه مبتلا به سرطان هستم چنان شوکه شده بودم که هنوز نمیتوانستم امکان زنده ماندنم را باور کنم. خیال میکردم به زودی میمیرم. بعد از تحمل مصیبت‌های فرساینده این بود که چون نمیدانستم چطور به زندگی ادامه دهم به بروکلین آمده بودم. نزدیک شهست سال داشتم و نمیتوانستم دست روی دست بگذارم و منتظر پایان زندگیم بمانم. این بار هم مثل همیشه حق با دختر دانشمندم بود. اگرچه با لجبازی حرفش را نپذیرفته بودم. باید فعالیتی میکردم و به خودم تکانی میدادم. اوایل بهار بود که اسباب کشی کردم. نخستین هفته ها را به گشت و گذار در اطراف خانه گذراندم. اغلب به کتاب فروشی هری برایتمن سر می زدم و نهار و شامم را در رستوران میخوردم. همیشه تنها با کتابی باز در مقابلم تا میتوانستم آهسته می جویدم تا خوردنم طول بکشد. از یکی از پیشخدمت های آنجا که دختری پورتوریکویی به نام مارینا بود، خوشم آمده بود. ازدواج کرده بود و نصف سن را داشت. و قشنگ و مهربان بود و همیشه به شوخی های بیمزه من میخندید. یک روز خواستم بگویم مربای ریواس دارید زبانم گرفت و گفتم ببخشید مربای ریگان دارید. مرد پشت پیشخان سری گفت متاسفم نداریم اما مربای نیکسون داریم. چقدر حاضر جواب و زرنگ بود. روده بر شدم و بعد از این توپق به نظرم رسید که کتابی بنویسم به نام دیوانگی انسان تا سرم گرم شود. کتابی به زبان ساده و روشن که در آن همه توپقها، اشتباهات مزهک، دستپاچگی ها، مخمسه ها، ها و همه کارهای بیهوده ای را که در دوران زندگی هم مرتکب شده بودن یادداشت کنم. بعد از نوشتن حکایتهای خودم ماجراهای های را که می شروع میکردم و در پایان به دیوانگیهای دیگر آدمها در طول تاریخ می پرداختم. به نظرم این کتاب دست کم لبخند بر لب خواننده می آورد و هدفم سرگرم کردن خودم هم بود تا ساعتهای زیادی از روز را مشغول باشم. از آن پس بر روی هر چه که می رسیدم با بی یادداشت می نوشتم. مشتی ماجرای تنظامیز که با هم ارتباطی نداشتند و هر بار که یکی از آنها را تمام می کردم توی کارتونی می گذاشتم. بعد از یک ماه روشم را رو تغییر دادم و به جای یک کارتون یادداشتهایم را در چند جعبه گذاشتم تا موضوعهای مشابه را در هر کدام جا بدهم. یک جعبه مخصوص توپق بود. دیگری به بدبیاری مربوط می شود. بعدی مخصوص ایده های ناتمام بود و یکی هم برای گاف دادن در جمع. این همه حرف زدم تا زمینه را برای ماجرایی که میخواهم شهر هم آماده کنم. قهرمان اصلی این داستان من نیستم. خواهر تاموود است. تنها پسر خواهر مرحومم جوان که بر اثر خونریزی مغزی درگذشته بود. بعد از دفن خواهرم تماسم با خانوادهش قطع شده بود تا در 23 می 2000 تام را در کتاب فروشی هری برایتمن دیدم. هفت سالی می که از او بیخبر بودم. تام به نظرم از همان کوچکی پسر منحصر به فردی بود. آخرین بار که او را دیده بودم با رتبه درخشان دوره کارشناسی ادبیات را در دانشگاه کرنل به پایان رسنده و قرار بود با بورسی چهار ساله همین رشته را در دانشگاه میشیگان دنبال کند. من بارها از بیخبری درباره او احساس ناراحتی کرده بودم اما شرایط مناسبی نداشتم که بتوانم دنبال او بگردم. هر بار که یادش میافتادم او را در حال پیمودن پله موفقیت در دانشگاه میدیدم. و در بهار سال 2000 یقین داشتم که او در یکی از دانشگاه های مشهور مشغول تدریس است. تصورش را بکنید که آن روز صبح وقتی خواهر را پشت پیشخوان کتاب فروشی شلوغ و در هم برهم برایتمن در حال پس دادن پول مشتری دیدم چقدر یکه خوردم. شانس آوردم که پیش از اینکه مرا ببیند او را دیدم کاملا شوکه شده بودم نه تنها به خاطر اینکه او را آنجا مشغول به کاری پست در یک کتاب فروشی دیده بودم بلکه وضع ظاهریش هم به کلی تغییر کرده بود قبلا کاملا خوشیکل بود اما آن روز دستگم پانزده کیلو چاقتر شده بود و به نظر سنگین می آمد قب, قب درآورده بود و دستهایش پهن و گوشتی شده بود برق نگاهش مثل گذشته نبود و ظاهرش حکایت از شکست داشت بعد از دور شدن مشتری به سوی پیشخان رفتم. دو دستم را رو روی آن گذاشتم و کمی به جلو خم شدم. سر تام پایین بود. صدایم را صاف کردم و گفتم سلام تام. خیلی وقت هم را ندیدیم. خواهر سر بلند کرد. یک لحظه کاملا گیج به نظر آمد. بعد لبخندی بر لبانش ظاهر شد و گفت دای ناد. تو بروکلین چه میکنی؟ و بیان که به من فرصت دهد که جوابی بدهم از پشت پیشخان خارج شد و مرا در آغوش گرفت. با تعجب حس کردم که چشمانم از اشک لبریز می شود. به نهار دعوتش کردم. می گفت پنج ماه است در کتاب فروشی کار می کند. ولی معمولا در طبقه بالا بروشور ماهانه تهیه می کند و سودش به مراتب از کتاب های دست دوم طبقه همکف بیشتر است. تام کارمند کتاب فروشی نبود و صندوقداری نمی آن روز چون صندوقدار دکتر رفته بود تا بازگشت او پشت پیشخان مانده بود. تام گفت کاری چندون پر در نیست ولی از رانندگی تاکسی بهتره. کاری که پس از رها کردن دوره دکترا انجام داده بود. گفتم چرا؟ گفت دو سال و نیم پیش همه واحدار رو گذرونده بودم. اما وقتی نوبت نوشتن پایان نامم رسیده بود گیر کردم. او در جوانی باور نداشت که ممکن است روزی راننده تاکسی شود. او تصور میکرد میتواند دوره دکترا را تمام کند و در دانشگاهی شغلی بیابد. اما پس از سه سال تلاش بیوقفه به این نتیجه رسیده بود که قادر به پایان رساندن پایان نامهش نیست و اگر هم باشد دیگر نمیتواند به خود بقبولاند که ارزشش را دارد. این بود که دانشگاه را ترک کرده بود و به نیویورک آمده بود. 28 ساله شکست خورده ای بود که نمیدانست به کجا میرود و نه اینکه زندگیش از آن پس چگونه خواهد گذشت. البته او شکایت نمی کرد و از بازی سرنوشت برای خود متاسف نبود. راهی برای پس دادن تاوان حماقتش یافته بود. تا سی و یک سالگی تاکسی رانده بود و سپس شغل کارمندی کتاب فروشی را پذیرفته بود. تام برایم تعریف کرد که هری برایتمن ابتدا نمایشگاه نقاشی داشته است. اما به علت کلاهبرداری به زندان افتاده و ورشکست شده است. قرار شد تام مرا با او آشنا کند درباره این شخصیت بیشتر بدانم. پول نهار را حساب کردم و از رستوران خارج شدیم. در راه تصمیم گرفتم به دخترم راشل تلفن بزنم و خبر پیدا شدن پسر اش را بدهم بعد از بگو من در اوایل آوریل با من قهر بود. کتاب فروشی پنج کوچه با رستوران فاصله داشت. به تام گفتم من همیشه آدمای کلاوردار رو جالب میبینم. البته نمیشه به دوستشون اعتماد کرد. اما زندگی بدون اونا خیلی خسته کننده میشه. تام اعتراض کرد که به نظرم هری دیگه کلاهبردار نیست و بیاندازه از گذشتش پشیمونه. آدم کلاهبردار همیشه کلاهبرداره. عوض نمیشه. اشتیاق به تقلب در همه وجود داره و اگر کسی مزش رو بچشه معالجش ناممکن میشه. به نظر من آدمای کلاهبردار و شیاد بر جهان حکومت میکنن. و قدرت تو دست اوناست. چطور به این نتیجه رسیدی؟ چون اشتهای این جور آدما از ما بیشتره و بیشتر از ما به زندگی معتقدن. عشق به زندگی. هری را در طبقه بالای کتاب فروشی یافتیم. با تلفن مشغول گفتگو بود. کتی از مخمل سرخ به تن داشت. با دستمال ابریشمی رنگارنگی که از جیب روی سینهش بیرون میزد. چهرهش جالبتر بود. چانه پن، چشمان آبی و بسیار گرد که انگار کمی بیرون زده بود و دندانهای عجیب. دندانهای بالاییش با فاصله از هم قرار داشتند. گفتگویش که تمام شد تام ما را به هم معرفی کرد. معدب و مردم دار بود و گفت آن داینات معروف تام از شما خیلی حرف زده. خندید و به تام نگاه کرد و ادامه داد تام به من گفته بود کارمند بیمه است این درسته؟ کارمند سابق خودم رو زودتر بازنشسته کردم. هری آهی کشید و غمناک گفت بازم یه سابق آدم وقتی به سن ما میرسه چیزی به جز یک سلسله پرونده بسته شده نیست. شوهر سابق، گالریدار سابق، عضو سابق نیروی دریایی و میلیونر سابق. در دقایقی که با هم بودیم خیلی خوشمزگی کرد و در مجموع از این شیاد کلکدو خوشم آمد. قبل از ترک کتاب فروشی تام و را شنبه شب برای شام دعوت کردم. وقتی به خانه رسیدم به این نتیجه رسیدم که تلفن زدم به دخترم کار مناسبی نیست و بهتر است برایش نامه بنویسم. اما کار ساده ای نبود و سه ساعت طول کشید. هم اظهار ندامت کرده بودم و خواستار بخششش بودم و هم خبر پیدا شدن تام را نوشته بودم و گفته بودم تام خوشحال می شود که شبی با تو و شوهرت شامی بخوریم. پس از آن تصمیم گرفتم برای او هدیه ای بخرم. برای ایجاد صلح بهترین کار بود. در همسایگی تام زنی با شوهر و دو کودک از زندگی می کردند. زن جواهر ساز بود و تام شیفته او بود. فردای آن روز صبح زود به محله تام رفتم و هنگامی که زن دو کودکش را بلدغه می کرد تا به دبستان بروند او را دیدم و وقتی تنها شد به او نزدیک شدم. خودش را نانسی مازوچلی معرفی کرد. مغازه نداشت و جواهراتی را که میساخت به چند بوتیک در خیابان هفتم میداد تا به فروش برسانند همان زمان فهمیدم که در خانهاش هم جواهر میفروشد سی و چهار پنج ساله به نظر می رسید. موهای سیاه بلند و چشمان سبز درخشانی داشت. قرار شد تام سر کار برود و من بروم خانه زن جواهراتش را ببینم. چیزی که انتخاب کردم گردنبندی ظریف و زیبا به قیمت 160 دلار بود. یقین داشتم گردنبند در گردن کشیده ی راشل جلوه خوبی خواهد داشت. وقتی ساعت یک بعد از ظهر تام را در رستوران دیدم، ماجرای خریدم را برایش تعریف کردم و گفتم زن خیلی باهوشی نیست ولی جواهرات زیبایی می سازه. دست به جیب بردم و جعبه گردنبند را بیرون آوردم. در همان لحظه که در آن را باز می کردم، مارینا سری میز ما رسید و برای من غذا آورد. از او خواستم درباره گردنبند بند نظر بدهد. مارینا گفت خیلی زیباست. گردم من رو برداشتم و به طرف او گرفتم و گفتم اگه ممکنه اونو به گردنتون بندازید تا ما ببینیم چطوره و ابتدا قصدم همین بود ولی وقتی آن را به گردن انداخت نظرم عوض شد و خواستم آن را به او هدیه کنم می توانستم گردنبند دیگری برای راشل بخرم این یکی طوری به مارینا می آمد که انگار برای او ساخته شده بود لذا گفتم من این گردن بند امروز بی هیچ دلیل خاصی خریدم حالا که میبینم چقدر به شما میاد میخوام مال شما باشه ابتدا به نظر خوشحال آمد ولی بعد حاله از تردید و سردرگمی را در او دیدم و گفت شما آدم ای هستین من از شما ممنونم اما نمیتونم این هدیه را قبول کنم گفتم چرا؟ اگه مشتری پیره یه رستوران بخواد ای به پیش خدمت مورد علاقش بده چه مانعی داره؟ پیرا حق دارن هرچی میخوان بکنن گفت شما شوهر ما نمیشناسید خیلی حسوده تام گفت داییم قصد بدی نداره مدام در حال دیوانه بازیه مارینا گفت بله دیوانه است اما مهربون هم هست مسئله اینه که نمیخوام مشکلی پیش بیاد خودتون که میدونید یه اتفاق باعث اتفاقات دیگه ای میشه گفتم خب من راه حلی پیشنهاد میکنم شما میتونید اون رو نگه دارید اما به خونه نبرید و سر کار اونو به گردن بیاویزید و شبا تو کشرو پیشخان بذارید. مارینا خندید و گفت اگه یه وقت فراموش کنم و با گردن من به خونه برم چی میشه؟ گفتم شما زرنگتر از اون هستید که این کارو بکنید. و چنین بود که هدیه راشل را به مارینا لویزا سانچز دادم. منی که مرد احمقی بیش نیستم. شنبه شب 27 می سال 2000 رستورانی فرانسوی در خیابان اسمیت بروکلین. سه مرد سر میز گردی در انتهای سالن سمت چپ نشستند. هری برایتمن، تام وود و ناتان گلس. تازه به پیشخدمت سفارش غذا دادند. نویسنده بر این باور است که در این صحنه فقط سخنان شخصیتها در روایت اهمیت دارد. به همین خاطر نه شرح لباسهایشان داده خواهد شد، نه غذاهایی که میخورند. یا وقفه هایی که در گفتگویشان حاصل می شود. تام گفت من از نجات جهان حرف نمیزنم. الان در وضعیتی هستم که فقط میخوام خودم رو نجات بدم و بعضی از دوستان دیگرم مثل شما دوتا. هری گفت چرا اینقدر گرفته ای جوون؟ داری شام خوبی میخوری. خوری؟ جوانترین فرد سر میز هستی و تا جایی که می دونم هنوز به بیماری مهلکی مبتلا نشدی. ناتان رو میبینی؟ سرطان ریه گرفته در حالی که هرگز در عمر سیگار نکشیده منم هم دوبار سکته قلبی کردم ولی از ما شکایتی نمیشنوی ما خوشبخت ترین آدمای جهان هستیم تام گفت قبول ندارم شما هم تا حدی احساس بدبختی میکنید ناتان تام هری درست میگه وس خیلی بدم نیست تام از بدم بدتره. هری، لطفا توضیح بده. تام، جهان بوی گند گرفته. هری، اینو همه میدونن اما ما تا اونجا که میتونیم در تلاشیم از اون دوری کنیم. تام نه چه بخوایم چه نخواهیم تا خرخره تو اون فرو رفتیم. میشد فکر کرد که جنگ جهانی دوم دست کم یکی دو قرن مردم رو هوشیار کرده باشه. ولی باز همه به خرد و خمیر کردن همدیگه ادامه میدن. امریکا داره به جایی تحمل ناپذیری بدل میشه. سرمایهداری بی اون که چیزی جلو دارش باشه با موفقیت پیش میتازه در حالی که نیمی از مردم جهان از گرسنگی در حال مرگن. دیگه نمیتونم تحمل کنم. میخوام راهم رو بکشم و از این کشور برم. هری به کجا؟ به کهکشانی دیگه مثل شازده کوچولو؟ ناتان من میدونم به کجا. حتماً به درون پناهگاه درونی جایی که وقتی تحمل دنیا ناممکن میشه به او پناه میبریم هری آیا این ممکنه؟ تام نیاز به نیروی تخیل داره ناتان هری این پسر ناراحته احتیاج داره حرف بزنه تام منو ببخشید امشب باید خوش میبودیم نباید مجلس رو خراب میکردم ناتان عیب نداره تو بزن تام حالا که نمیتونم دنیا رو عوض کنم دلم میخواد سعی کنم خودم رو تغییر بدم ولی نمیخوام تو این راه تنها باشم من به قدر کافی تنها و افسرده هستم مدام به فکر خواهرم دلم برای او و مادرم تنگ شده کم بود همه کسایی رو که از دست دادم احساس میکنم بعضی وقتا چنان دستخوش غم و غصه میشم که زنده موندنم زیر بار چنین غمی برام باور نکردنیه هری پس تو خواهان زندگی گروهی هستی تام بله نوعی زندگی گروهی جایی دور از شهر با مقدار کافی زمین که همه کسایی رو که میخوان در اونجا زندگی کنن تو خودش جا بده ناتان بسیار خوب اما از کجا پول کافی برای خرید چنین محلی به دست میاری؟ البته من میتونم کمک کنم ولی کافی نیست تام شاید به آدمای دیگه هم بر بخوریم که مایل باشن با ما بیان و اگه همگی پس اندازمون رو هم بذاریم کافی باشه. هری نگران نباشید بچه ها. اما هری ترتیب کارا رو میده. یعنی امیدوارم بده. اگه همه چیز طبق برنامه پیش بره در آینده ای نزدیک پول کافی به دستمون خواهد رسید. من شست و شش سالم و بعد از همه فراز و نشیبایی که در شغلم داشتم، شاید آخرین فرصت برای به دست آوردن پول قلمبه باشه در کنجکاوی میسوختم ببینم هری این پول را از کجا میخواهد بیاورد تام که رفت سیگار بکشد به هری گفتم موضوع پول قلمبه به نظرم جالب اومد من. من مقداری پس انداز دارم اگه به شریک نیاز داری بگو تام خوشبختانه دنبال شریک نمیگردم ولی از شنیدن نظراتت خوشحال میشم میخوای یه شب فقط خودمون دوتا با هم شام بخوریم و تو جزئیات کارت رو شهر بدی. باشه هفته آینده. فردای آن روز گردنبند دیگری از ساختهای نانسی مازوچلی را برای راشل خریدم. درست شبیه همان گردنبندی بود که به ماری نداده بودم. دوشنبه صبح گردنبند را به علاوه چند کلمه برای راشل فرستادم. حدود نه شب دوچار دلشوره شدم. نامه ای را که برای او نوشته بودم سهشنبه قبل پست کرده بودم باید تا حالا به دستش رسیده باشد و چون او همیشه در نامه نوشتن تنبل بود منتظر بودم تلفن بزند با اینکه او را سخت رنجانده بودم باور نمیکردم به نوشتن بیاعتنا بماند ساعت نه شب با احساسی از ناامیدی و نگرانی شمارش را گرفتم کسی برنداشت. نداشت سهشنبه و چهارشنبه هم همینطور ناچار شدم به همسر سابقم هم تلفن بزنم و از او درباره راشل بپرسم گفت چطور نمیدونی؟ اونو به کنفرانسی در لندن دعوت کردن و تا 15ام جوان بر نمیگرده. پنچنبه تنهایی در رستوران نشسته بودم و غذا میخوردم. تام و هری برای خرید کتاب به منحطان رفته بودند. مارینا هم آن روز سر کار نیامده بود. در همین زمان مردی حدودا سی ساله با پیکری ازولانی و نیرومند و نگاهی خشمگین وارد رستوران شد و از پیشخدمت سراغ متانگلس را گرفت. بالاخره فهمیدم که روبرتو گونزالس است و مارینای بیچاره دو شب قبل فراموش کرده بوده گردنبند را پیش از ترک رستوران از گردن باز کند مرد روی صندلی مقابل من نشست به جلو خم شد و پرسید ناتانگلس آشغال تویی گفتم بله بگو مینم اینو چرا دادی و دست به جیب برد و گردنبند را روی میز نهاد گفتم ایرادی داره مارینا هر روز نهار منو میاره دختر فوق ایه و من خواستم اینطور از او تشکر کنم مگه به پیش خدمت انعام نمیدن خب فکر کنید گندم منم انعامی بزرگه من اونقدر پیرم که میتونم پدرش باشم ببین پیری بهت گفته باشم دورش خط بکش اون منه اگه یه دفعه دیگه بهش نزدیک چی دخلتو میارم اون مال نیست زنه و تو خیلی شانس آوردی که زنت شده گردم بند را برداشت و در حالی که جلوی چشمانم تکان تکان میداد دو سرش را در دو گرفت و با یک حرکت زنجیر طلا رو پاره کرد بعضی از آویزها روی میز ریختند و غلطیدند و بقیهاش را که در مشتش چشمانده بود سمت من پرتاب کرد اگر عینک نداشتم ممکن بود به چشمم فرو بروند فریاد زد دفعه آخرت با چه یا ولش میکنی یا میزنم لطو پارت میکنم حالا همه ی های رستوران به ما خیره شده بودند. روبرتو از من رو گرداند و به طرف در رفت. اما سر راهش به صاحب رستوران که او هم مردی بلند و قد و قوی کلبود بود برخورد. روبرتو فریاد زد و تو هم نمیذاری دیگه این آشغال مافنگی پاشا اینجا بذاره. با انگشت مرا نشان داد. یا اینو میندازی بیرون یا مارینا دیگه برای تو کار نمیکنه. حالید شد؟ صاحب رستوران گفت بهتر کار نکنه. اینجا رستوران منه و کسی نمیتونه به من دستور بده که در رستوران خودم چه کنم بهتری گورت گم کنی به مارینام بگو دیگه اینجا پیداش نشه و خودتو هم اگه پات اینجا بذاری پلیس خبر میکنم بعد از موجی از تهدید و ناسزا شوهر مارینا رستوران را ترک کرد احمق باعث از دست رفتن کار زنش شده بود به محض اینکه آرامش برقرار شد صاحب رستوران سمت میز من آمد و خواست مرا مهمان کند هرچه از او خواستم از بیرون کردن مارینا صرف نظر کند قبول نکرد و گفت نمیخواهد با خطر احتمالی شوهر دیوانه او روبرو شود. بعد چیزی گفت که مرا سوزاند. نگران نباشی، تقصیر شما نبود. البته که تقصیر من بود. من مسئول همه این هیاهو بودم. از خودم نفرت داشتم. او نمیخواست بگیره. من وادارش کردم. با خود گفتم خدا منو لعنت کنه. و این آخرین باری بود که در آن رستوران غذا خوردم. شب با هری در رستوران نشسته بودیم و او حرف میزد. هرچه را که تام درباره او گفته بود تکرار کرد. بعد اضافه کرد گردون برگشته. گردون نقاش جوانی بود که تابلوهای جعلی کشیده بود و هری آن را به جای اصل فروخته بود و وقتی لو رفته بودند گردون به زندان افتاده بود و هری برشکست شده بود. از این وضعیه چند سال میگذشت. با ناباوری تکرار کردم همون گردون درایر بله همون گردون دوست دوران بازی و گناه من بعد از بلایی که به سرش رو بردی و او رو مقصر معرفی کردی فکر میکردم تو رو ببینه بکشده منم هم اول همین فکر رو کردم ولی بله این بیچاره منو در آغوش گرفت و تقاضای بخشش کرد باورت میشه مگه تو باعث زندان رفتنش نشده بودی چرا اما فکر تقلب مال اون بود گذشته ها گذشته و او در این سالها به درون نگری پرداخته. او دیگه بچه نیست. چهل و هفت سالشه. خب برگردیم سر اصل موضوع. بله همین کارو رو میکنم. گردون در نقشه من شرکت داره. این کارتون قانونیه یا غیرقانونی غیر قانونی؟ البته که غیر قانونیه. اگه اینطور نبود که به آدم کیف نمیداد. هری تو درست شو نیستی. بعد از اون همه بلا که سرت اومده فکر نمیکردم دیگه تا آخر عمر از راه راست خارج بشی سعی کردم نه سال آزگار کوشیدم ولی بیهوده بود در من روح شرارتی وجود داره که اگه گهگاه اجازه ندم ظاهر بشه و یکی دو کار احمقانه بکنه زندگی بیش از حد ملال آور میشه من آدم پرشر و شوری هستم و زندگی همراه با خطر رو دوست دارم خب پس معلوم شد باز بحث تابلوهای بدلیه. نه این بار دست نویس های ساختگیه. یادت نره که حالا من تو کار کتاب هستم. مطمئنی که میخوای به من بگی؟ چطور میتونی به من اعتماد کنی؟ چون تو مرد شرافتمند و دهنگورسی هستی. از کجا میدونی؟ برای اینکه دایی تام هستی و او انسانی شریف و وفاداره. خب چرا از تام نظر نخواستی؟ چون او بیش از حد پاک و معصومه و از کسب و کار سر در نمیاره. نظر من اینه که تو این کار شرکت نکنی. نمیتونم. کار اونقدر پیش رفته که دیگه راه بازگشتی نداره. از این گذشته مایلم نیستم. خب باشه. وقتی گندش بالا اومد یادت باشه که به تو اشدار دادم. من و گردون مشغول ساختن بدر دستنویس رمان حرفی به رنگ سرخ نوشته نتانیل هزار نزنی. دستنویس او موجود نیست. گردون میتونه دستنویس بدل تهیه کنه؟ نه، فقط قرار کاشف اون باشه. کار به وسیله مردی به نام یان متروپولیس انجام خواهد شد. گردون تعریف این مرد رو تو زندون شنیده. میگن تو عرفه خودش بهترینه. او دستخطای آلمپو، هنری جیمز، گرترودشتاین و خدا میدونه چه کسای دیگه ای رو کپی کرده و با اینکه سالهاست در این حرفه است هرگز گیر نیفتاده نه سابقه ای داره نه هیچ زنی زن متوجهشه اما مشکل مسئله کاغذه کاغذی که متعلق به عواسط قرن 19 هم باشه و بتونه آزمایشات اشعه ایکس و ماورای بنفش رو تاپ بیاره بعد باید همه دستخطهای باقی مونده هاسون رو مطالعه کرد و تقلید خط او رو فرا گرفت که باید بگم بسیار بدخط دستنویس کامل دست کم سه چهار میلیون دلار به فروش میرسه. گردون به من بابت سهم 25 درصد پیشنهاد کرده. معنیش اینه که تقریبا به یک میلیون دلار میرسیم. بعد نیستان و تو باید در برابر این پول چیکار کنی؟ باید دستنویس رو بفروشم. من در زمینه فروش کتاب قدیمی و نسخه خطی اعتبار خاصی دارم. خریدار رو پیدا کردی؟ بله. آدم پولداری به اسم مایرون ترامبل یک سفر رو به عنوان نمونه در اختیارش گذاشتیم او اون رو به چند قبله نشون داده و همه اصالت اون رو تایید کردن برام چکی ده هزار دلاری فرستاده تا دست نویس رو به کس دیگه ای پیشنهاد نکنیم جمعه آینده از اروپا میاد به نظرم دایی تو تله میفتی یعنی چطور؟ تو چند صفحه از دست نویس رو دیدی؟ یه صفحه همون که پونزده روز پیش برای ترامبل فرستادم. اگه فقط همون یه صفحه باشه چی؟ اگه یان متروپولیس وجود خارجی نداشته باشه چی؟ تو که او رو گفتی ندیدی؟ چرا این کارو بکنم؟ برای انتقام جویی. اگر کسی رو آزار بدی، از او آزار میبینی. به نظرم گردون اونطور که تو میگی نیست. باور نمیکنم. اگر چک ترامبل رو بسول کردی، پولشو پس بفرست و خودتو کنار بکش. متشکرم ناتان، اما به خیرخواهی تو نیازی ندارم. سیاد کردن هری و خودت خبر نداری هرچی میخوای فکر کن من حالا پامو پس نمیکشم هرچی باد آباد سه روز بعد از درگیری من و روبرتو گونزالس و گفتگویم با هری براکمن در ساعت نه و چند دقیقه صبح در اتاق تام را کوبیدند در را که باز کرد با حیرت تمام لوسی نه سال و نیمه را دید خواهرزاده تام و دختر روری ساکت با موهای قهوهای کوتاه و چشمهای فندوقی نه ساک داشت نه کت یا پلیور شش سال بود که تام او را ندیده بود اما به محض دیدنش او را شناخت همانطور که بیرون در ایستاده بود به دایی خوابالودش لبخند زد مادرش کجا بود پدرخواندهاش کجا بود تنها بود چطور خودش را به آنجا رسانیده بود یک کلمه جواب نداد برای چند لحظه فکر کرد کر شده اما وقتی پرسید او را به خاطر دارد یا نه سرش را به علامت تایید تکان داد تام او را در آغوش کشید. لوسی پس از تیر شدن هم سخنی نگفت. او آمده بود تا با داییش زندگی کند. وقتی تام پرسید که مادر تنوز با دیوید مینور زندگی میکنه، لوسی با سر پاسخ مثبت داده بود. فقط همین. اصلا آمادگی نگهداری او را نداشت. هم اتاقش بسیار کوچک بود، هم از کودکان چیزی نمیدانست. وقتی تام به من تلفن زد تا بگوید چه بر سرش آمده، گفتم حاضرم از خواهرزادهاش تا زمانی که راه حلی برای مشکل او پیدا شود نگهداری کنم من هم تمایلی به بازی کردن نقش پدر او را نداشتم اما دستکم در آپارتمانم اتاقی اضافی وجود داشت کمی پس از ساعت یازده به خانه من رسیدند وقتی تام مرا معرفی کرد لوسی لبخند زد ولی به زودی معلوم شد که حاضر نیست با من هم حرف بزند دختر کوچولوی عجیبی بود همه جایش سالم بود و هرچه میگفتید میفهمید ولی نمیدانم چرا حرفی نمیزد. من یقین داشتم که از خانه مادرش فرار کرده است و در آنجا زندگی قابل تحملی نداشته است. تلویزیون را برای او روشن کردیم و دوتایی به مشورت نشستیم. گفتم قبل از هر چیز باید براش محل زندگی پیدا کنیم. تو نمیتونی نگهش داری. منم نمیتونم. و چیکار کنی؟ یکی از فامیل های دور تام دختر پدرخاندهش در ورمونت خانه بزرگی داشت. شوهرش وکیل بود و دو فرزند هم داشت. به تام گفتم به او زنگ بزن شاید قبول کند تابستان را از لوسی نگهداری کند. بعد برای اینکه راحت تلفنش را بزند لوسی را با خودم بردم تا برایش لباس بخرم. وقتی برگشتیم تام نبود و یادداشتی روی میز گذاشته بود. متان عزیز پملا قبول کرد به سختی پذیرفت فقط گفت برای مدتی باید لوسی را فردا به آنجا ببریم. اتومبیلت را بیاور و من هم چند روز مرخصی از هری می گیرم. آنجا منتظرتم. گمان نمیکردم همه چیز به این سرعت حل شود. در فاصله دیدن تام لوسی را به سینما بردم بعد همگی به رستورانی رفتیم تا شام بخوریم. تام بدون هیچ مقدم چینی سفر من را به ورمونت اعلام کرد. ناگهان لوسی اخم کرد و اشک ریخت و غذا نخورد. سعی کردم با تعریف از مهربانی پملا وز را عوض کنم. بعد قول دادم اگر او نخواست آنجا بماند به نزد ما برگردد در نهایت سه چهار روز امتحان کند او با تکان سر پذیرفت و غذایش را با اشتها خورد صبح روز بعد با واقعی عجیب شروع شد صبحانهاش را که روی سینی به اتاقش بردم پرسیدم خوب خوابیدی گفت بله خیلی خوب دایی ناد عجب پس عاقبت زبان باز کرده بود با احتیاط گفتم چه بهتر؟ گفت امروز قراره به ورمونت خراب شده بریم؟ گفتم تقریبا یک ساعت بعد. لبخند گرم زد و گفت صبحانه تو رخت خواب مثل ملکه هاست. اما وقتی دست دراز کرد آب را بردارد یک باره انگار آسمان بر سرش خراب شد و حالت صورتش تغییر کرد. دست بر دهان و چشمانش پر از اشک شد. گفتم ناراحت نباش عزیزم. تو کار بدی نکردی اما انگار طبق اعتقادات او گناهی نابخشودنی مرتکب شده بود شروع کرد خود را زدن خواستم جلویش را بگیرم نمیگذاشت فقط دو انگشتش را در فضا تکان داد احتمالا سکوت او باید دو روز دیگر ادامه مییافت ولی به سخنانم دیگر پاسخی نداد اتومبیل من اوزموبیل مدل 1994 بود مشتی آهن پاره بدریخت و من کمتر سوارش می شدم. تام می راند. من کنار او بودم و لوسی عقب. از اینکه او را می بردیم راضی نبود و از دست ما عصبانی بود. تام سرحال بود و حرف ما به کتاب دیوانگی انسان من کشید. می خواست بداند تا کجا نوشتم. گفتم یک بند دارم می نویسم. گفت تو نویسنده هستی ناتان گفتم اینطور نیست. صرفا دارم وقت می زرونم. گفت اشتباه میکنی. بعد از سالها سرگردانی عاقبت به استعدادت پی بردی و حالا که وقت داری دست به کار برازنده ای زدی. گفتن آدم که در شهست سالگی نویسنده نمیشه. گفت در جهان نویسندگی قاعده ای وجود نداره و هر مرج مطلقه. نوشتن نوعی بیماریه که میشه در هر زمانی به اون مبتلا شد. در این فهرست هم آرمانگرا دیده میشه هم جنایتکار. جویس سه کتاب نوشت و بالزاک نوت کتاب. استاندال چهل و نه روزه رمان سومعی پارم را نوشت و موزیل هجده سال روی رمان مرد بیخاصیت زحمت کشید قاعده ای نیست بعد از چند ساعت رفتن تام گفت بهتره از راه های دنجتر روستایی بریم که خوشمنظره تره. این کار سفرمان را طولانی تر می کرد اما لطف دیگری داشت وقتی خودمان گرسنه شدیم و باک ماشین هم خالی شد کنار رستورانی که نوشته شده بود غذا و بنزین نگه داشتیم. هنوز نمیدانم چطور این فکر شیطانی به ذهن لوسی رسیده بود تا ما نتوانیم او را به ورمانت ببریم. وقتی ما پشت میز نشستیم و غذا سفارش دادیم، لوسی اشاره کرد که میخواهد به توالت برود و از در عقب رستوران خارج شد. او به سرعت سکه های یک دلاری را در ماشین پخش کوکاکولا انداخته بود و 20 شیشه از این مایع چسبناک و شیرین را در باک ماشین من خالی کرده بود. از کجا می دانست که شکر برای موتورهای درون سوز سم مهلک است؟ او در عرض پنج دقیقه توانست سفر ما را لغو کند. غذا که خوردیم به اتومبیل برگشتیم. استارت که زدیم اتومبیل صدای عجیبی داد و خاموش ماند. انگار سکته قلبی کرده بود. به لوسی نگاه کردم. چهرش آرام و رضایتی ماورا طبیعی داشت. به مکانیکی آن سوی جاده مراجعه کردیم. پدر و پسری در آنجا کار میکردند. موتور را که وارسی کردند نفهمیدند مشکلش چیست اما گفتن تعمیر اتومبیل یک روز و شاید یک هفته طول میکشد اگه مشکلش رو فهمیدیم و ساده بود که زود حاضر میشه اما اگه نه شاید لازم باشه لازم و یدکی اونو سفارش بدیم که در این صورت خیلی طول میکشه چاره جز قبول نداشتیم اما باید چه میکردیم دو راه در پیش رو داشتیم یا اتومبیلی کرایه میکردیم و نزد پملا میرفتیم و تا آخر هفته میماندیم و در برگشت اتومبیل خودمان را میگرفتیم یا اینکه اتاقی در مسافرخانه ای کرایه می کردیم و سب میکردیم و صبر میکردیم اتومبیل درست شود تام گفت من که دیگه نمیتونم رانندگی کنم به نظرم بهتر همینجا حداقل تا فردا بمونیم مسافرخانه ها پر بودند و ناچار شدیم به مهمانسرای شخصی به نام استندی چافدر برویم که روی تپهای در جنوب ورمونت بود خودش با ماشینش برای بردن ما آمد مکانیک به او زنگ زده بود و در این فاصله به ما گفته بود که استنلی همسرش را به تازگی از دست داده و غمگین است. در راه استنلی به ما گفت که خیال داشته مهمان سرا را برای چهارم جویی افتتاح کند. اما وقتی مکانیک زنگ زده و موقعیت ما را گفته پشیمان شده است. اما هنوز همه چیز سر جای خودش نیست. او گفت که سعی می کند وسایل راحتی ما را فراهم کند. اما چون هنوز کسی را استخدام نکرده خودش باید کارها را انجام دهد. و قرار است دخترش هم هر روز برای آشپزی به مهمانسرا بیاید. مهمانسرا دو طبقه بود و شانزده اتاق داشت. نیمی از وجودم حس میکرد که به آن جایی آمده ایم که تام آرزویش را داشت. زندگی گروهی در جایی خارج از شهر اما چیزی به تام نگفتم. تام به پملا هم تلفن زد و گفت که برای من چه پیش آمده است. پملا به شدت عصبانی شد و شکوه و شکایت کرد که کلی غذا درست کرده به زحمت کشیده است. آنقدر این گله و شکایتش را کش داد که فهمیدم آدم مناسبی برای نگهداری لوسی نیست و خودم را به عنوان ولی موقت لوسی برگزیدم. تام که تلفن را قطع کرد گفتم دیگه به اونجا نمیریم. اتومبیل که تعمیر شد به بروکلین برمیگردیم. خیال داری با لوسی چه کنی؟ میبرمش خونه خودم. یعنی نظرت عوض شده و این همه راه رو بیخود اومدیم؟ بله، نظرم عوض شده. اما بیخود نیومدیم. ببین، انگار تو بهشتیم همه جا سبز و خرمه چند روز استراحت میکنیم و بعد برمیگردیم لوسی که نزدیک ما بود و حرفهای ما رو میشنید آشکارا خوشحال شد بعد به بازدید اطراف رفتیم بوی شبدر و یاسمن میآمد لالههایی در اطراف ساختمان کاشته بودند آنطور که بعدا فهمیدم ملک استنلی چهل هکتار بود و برای نقشه تام خیلی مناسب بود یک برکه یک باغ سیب رها شده مجموعی کندو، کلبهی در بیشه برای گرفتن شیره درخت افرا و زمین چنان بی انتهای استنلی. آیا نقشه هری با شکست روبرو می آیا استنلی ملکش را می فروخت؟ آیا نمیشد شد استنلی را هم با خود همراه کرد؟ ساعت پنج، هانی چابدر با اتومبیلی پر از مواد غذایی و دو جعبه نوشابه فرا می چهرش مملو از اعتماد به نفس و مهربانی است و شام عالی را برای من تدارک می بینند. نمیدانم استنلی تودار است یا به رفتار دیگران توجهی ندارد چون هنوز درباره سکوت لوسی چیزی نپرسیده بود ده دقیقه پس از شروع غذا هانی که معلم است پرسید این بچه چه ناراحتی داره حرف زدن یاد نگرفته گفتم چرا ولی فقط حالا حوصلهش نداره هانی میپرسد حوصلش نداره یعنی چی اولین دروغی که به ذهنم میرسد میگویم یه جور تمرینه یه بار من و او به این نتیجه رسیدیم که حرف نزدن سختترین کاره. این بود که قرار گذاشتیم لوسی اگر تا سه روز حرف نزنه پنجاه دلار جایزه بگیره. مگه نه لوسی؟ راستی چند روز مونده؟ لوسی لبخند زد و دو انگشتش را بلند کرد. بالاخره اعتراف کرد که دو روز دیگر شکنجه تمام می شود. هانی ابرو دارم کشید. احساس میکرد که چیزی اشتباه شده است. پرسید چرا مدرسه نمیره؟ امروز پنجم جوانه و تعطیلات مدرسه سه هفته بعد شروع میشه. به سرعت دروغ دیگری بافتم. آقا او به مدرسه خصوصی میره که در اون سال تحصیلی کوتاهتر از مدرسه دولتیه. یقین دارم حرفم را باور نکرد ولی ادب مانع از آن شد که باز کنجکاوی کنه. فردای آن روز از تام پرسیدم اگه میتونستی ملکی رو برای تحقق نقشت بخری کجا رو انتخاب میکردی؟ گفت فکرشو نکردم. به هر حال باید جایی دور افتاده باشه. مثل همینجا. بله درست گفتی. خب بیا از استندی بپرسیم ملکش رو میفروشه یا نه؟ چرا؟ ما که قدرت خریدش نداریم. ضرر نداره نظر استنلی رو بدونیم. حتی اگه نتونیم در اینجا زندگی کنیم. وقتی با استنلی حرف زدیم معلوم شد چندین سال است که به فروش ملکش فکر میکنند. گفت اگر قیمت پیشنهادی مناسب باشد یک دقیقه ای آن را میفروشد. وقت نهار میزبان از غمهای زندگیش، مرگ همسرش و چیزهای دیگر حرف میزند. اما من بسیار خوشحالم. از نفس کشیدن و لذت بردن از زندگی. با خود میگویم، حیف که زندگی به پایان میرسه و ما نمیتونیم تا ابد زنده باشیم. تام به هری تلفن میزنند تا ببیند هنوز سر حرفش برای کمک مالی ایستاده است یا نه. معتقد است بیخود نباید با استنلی حرف بزنیم و به او امید بدهیم. هری میگوید البته که سر حرفم هستم و به من میگوید همه چیز داره رو برا میشه. میگویم برات آرزوی موفقیت میکنم. اگر نه برای خودت دست کم به خاطر تام. میگوید به من افتخار خواهی کرد. همه اقدامات احتیاطی را انجام دادم. نگران نباش. گوشی را به تام میدهم و از پله ها بالا میروم. صبح روز بعد آقابت لوسی دهان باز میکند. زیاد حرف نمی زند و پاسخ پرسش های مرا کوتاه و گنگ می دهد. تنها می توانم بفهمم که مادرش از او خواسته نزد تام برود و خودش فرار نکرده. از او پرسیدم چرا حرف نمی زدی؟ گفت به خاطر مامان اونو دوست دارم برای اینکه بدون چقدر دلم براش تنگ شده. ما تو خونه این کارو می کنیم. بابام میگه سکوت آدم رو پاک میکنه و برای شنیدن کلام خدا آماده میشه. شوهر مادرش رو بابا خطاب میکند مردی که اعتقادات سفت و سخت کاتولیکی دارد میپرسم بابا رو بیشتر دوست داری یا مامانو میگوید اون پدر واقعی نیست فقط منو به فرزندی قبول کرده پس من مال مادرم هستم که منو زایده میگویم میشه شماره تلفن خونتون رو بدی کار همه ما آسان میشه ما تلفن نداریم خب باشه آدرس چی؟ حتما اونو بلدی؟ آره بلدم. اما مامان ازم خواسته به شما نگم. سپس میگوید پنجاه دلاری را که به او بدهکارم کارم بپردازم. میگویم کدوم پنجاه دلار؟ همون که شب سر شام قول دادی؟ وقتی هانی ازت توصید چرا من حرف نمیزنم؟ معلومه که به خاطر تو اون جواب دادم. پس معلوم میشه دروغگویی. بابا میگه دروغگوها حقیرترین کرمای روزگارن. تو چه مسی دایی ناد؟ تام گفت بهتر پولو بدی تا احترامت را دست ندی. با بیمیلی کیفم را باز کردم و پنجاه دلار به او دادم. صبح روز بعد مکانیک تلفن زد و گفت مشکل ماشین را کشف کرده. گفت در باک و لوله های بنزین رسانی شکر ریختند. انگار کسی بخواهد با کوکاکولا ماشین را خراب کند. گفتم میخوای بگی که کسی این کار را عمدن کرده؟ بله کوکاکولا که پا نداره سوال اینه که کی خواسته چنین بلایی رو سر ما بیاره حتما از این لات لوتا بودن از این جوانای بیکاره فردای آن روز مکانیک در ساعت نه سر میرسد تام هنوز خواب است صورت حساب را میدهد و من چکی میکشم بعد از رفتن او لوسی میگوید از دست کسی که اون کار کرده عصبانی نباش دختر بدی بوده میپرسم دختر؟ تو از کجا میدونی؟ لوسی با تکان سر جواب میدهد که میدانم. میگویم چرا به من چیزی نگفتی؟ باید به پلیس خبر میدادیم و دخترک رو دستگیر میکردی. از این گذشته اگه مکانیک میفهمید زودتر میتونست اتومبیل تعمیر کنه. در حالی که سرش رو پایین انداخته بود گفت میترسیدم. و اشک از چشمانش بر روی زمین میریخت. گفتم از چی میترسیدی؟ به جایی جواب دادن چهرش را در پهلویم فرو برد. حالا میفهمم که ماجرا چه بوده؟ چرا این کار کردی؟ بریده بریده میگوید دیوونه شده بودم. مامان برام از پملا و بدجنسی او گفته بود. دلم نمیخواست پیش او برم. کاری که کردی بد بود لوسی. خیلی بد. دیگه هرگز نباید چنین رفتاری بکنی. گفت باشه ولی قول بده به دایی هم نگی. اون وقت اون دیگه دوست هم نداره. گفتم باشه. قول میده. آخرین غافلگیری در انتظار من است و این یکی چنان عظیم و فلج کننده است که به ناچار همان بعد از ظهر بر تعطیلات در مهمانسرای چابدر به طور ناگهانی و گیج کننده به پایان می رسد. تام خبر را به من میدهد. هری مرده است. ما فقط می دانیم که فوراً باید ورمونت را ترک کنیم. صورت حساب استندی را می و میگویم، شریک ما مرده و ما دیگه امکان خرید ملک شما رو نداریم. استنلی شانه بالا می اندازد و میگوید میدونستم حرفاتون جدی نیست. با وجود این از شنیدنش خوشحال شدم. تام آدرس و شماره تلفنش رو روی کاغذی نوشت و به او داد و گفت لطفا اینا رو به هانی بده و بگو متاسفم. کاملا آشکار بود که هانی ذهنش را به خود مشغول کرده است. چمدان ها رو بستیم و سوار شدیم و راه افتادیم. به نظر من که هری را به قتل رسانده بودند البته کسی او را کتک نزده به او تیراندازی نکرده کاردی در قلبش فرو نبرده و یا با اتومبیل او را زیر نگرفته بود با این حال ای که بر هری وارد شده بود کمتر از کوبیدن پتک بر سرش نبود هری دیگر جوان نبود در سه سال اخیر دو بار قلبش را عمل پنتاژ کرده بودند فشار خونش بالا و وضع شریانهایش خطرناک بود در چنین شرایطی چقدر شکنجه برای کشتن او کفایت میکرد. به نظر من فقط اندکی کافی بود. فقط اندکی. تنها یک نفر شاهد این جنایت بود. رفوس جوان فروشنده کتاب فروشی. هری او را در جریان نقشش با گوردون درایر نگذاشته بود و اوایل بعد از ظهر وقتی گردون و مایرون ترامبل خریدار دست نویس وارد کتاب فروشی شدند رفوس تصور کرد که کتاب فروشان همکار هستند. آنها را به دفتر هری در طبقه بالا هدایت کرده بود اما پس از باز کردن در به نظرش هری بسیار هیجان زده و بی آمده بود رفوس که نگران شده بود به جای بازگشت به طبقه پایین همانجا مانده و گوش به در فشرده بود تا حرفهایشان را بشنود آن دو ابتدا با هری بازی کرده بودند میخواستند پیش از بار داوردن ضربه آمادهاش کنند با حالتی دوستانه خوشوبش کرده بودند و خوشتلیبیگی را در تزیین دفترش ستوده بودند. اما برخلاف این گفتگو، هری ای حتما نگران بود. متروپولیس کار نوشتن را تمام نکرده بود و از آنجا که دستنویس کاملی برای ترامبل در اختیار نداشتند، نمیفهمید چرا گردون آن روز را برای آمدن به کتاب فروشی برگزیده بود. به ترامبل گفته بود، دیدن شما همیشه باعث خوشبختی منه، اما نمیخواستم دست خالی برگردید. دست نویس تو صندوق پستی بانک منعتنه. اگه قبلا میگفتید امروز اونو در اختیارتون میذاشتم ولی به نظرم قرار ما برای بعد از دوشنبه آینده بود گردون گفت صندوق بانک، نمیدونستم کشف منو اونجا قایم کردی هری ادامه داد خیال میکردم به شما گفتن در حالی که هنوز نمیفهمید چرا گردون همراه ترامبل چهار روز پیش از روزی که قرار دیدار داشتند آنجا چه میکند پشت سر هم دروغ میگفت ترامبل گفت برای من پرسشهایی پیش اومده گردون هم پشبندش آمده بود راستش میدونید آقای برایتمن چون این معاملی رو نمیشه سرسری گرفت هری گفت بله به همین دلیل هم صفحه اول دستنویس و به دو متخصص نشون دادیم ترامبل گفت نه به دو نفر به سه نفر سه نفر گردون گفت بله سه نفر کار از محکمکاری کاری عیب نمیکنه مایرون اون رو به رئیس کتابخونه مرگان هم نشان داد و او امروز صبح گفت که یقین داره بدلیه هری تتپتکنان گفته بود وقتی دو نفر گفته بودن اصله چرا باید نفر سوم حرفش درستتر تلقی بشه؟ ترامبل جواب داده بود اگه قرار بود این دست نویس رو بخرم نباید هیچ گونه شک و تردیدی وجود می داشت. هر ای که میکشید از تله که برایش گذاشته بودند بگریزد گفته بود میفهمم اما من به اصالت اون یقین داشتم. گردون دست نویس تو انبار منزل مادر بزرگش پیدا کرد و اون رو برای من آورد. اونو به دو خدشناس خب نشون دادیم که گفتم در اصالتش تردیدی نیست و بعد شما نسبت به خرید اون اظهار تمایل کردید من از اینکه نظرتون عوض شده متاسفم اما میتونیم فورا معامله رو متوقف کنیم گردون گفت ده هزار دلاری رو که از مایرون گرفتید چی هری جواب داد من پول ایشون رو برمیگردونم ترامبل گفت فکر نمی کنم کار به با همین سادگی باشه گردون خیلی چیزا از تو گفته شیکاگو چند تابلوی ساختگی و زندان تو دروغوی بینظیری هستی و با سابقه خرابی که داری ترجیح میدم ده هزار دلار رو نگه داری اون وقت من میتونم از تو شکایت کنم خیال داشتی سر من کلاه بذاری میفهمی هری که به لرزه افتاده بود گفته بود این یارو کیه گردون گردون جواب داد دوست عزیز من مایرون ترامبه هری آنگاه گفته بود پس ناتان حق داشت خدایا چرا به حرفش گوش ندادم گردون گفت تو هیچ وقت به حرف دوستان توجه نمی کردی چون بیش از حد حریص خود خواهی. در هم شکستن هری از اینجا آغاز شد. لحن گردون بیش از حد تحملش بود و خیانتی چنان عظیم روبرو شده بود که درد و او را از پادر می آورد. گفت چرا گردون با من اینطور کردی؟ چون ازت بدم میاد. هنوز نفهمیدی؟ نمیتونستی گذشته را فراموش کنی؟ بعد از بلایی که تو به سرم آوردی؟ دیوونه شدی؟ تو منو نابود کردی، حالا نوبت منه، نوبت منه که تو رو نابود کنم، تو منو به پلیس لو دادی، و حالا تو میخوای منو به پلیس بسپاری؟ خطا رو با خطا نباید پاسخ داد گردون، دست کم تو جوونی، اما اگه تو منو به زندون مندازی میمیرم، ناگان ترامبل گفت، ما آرزوی مرگ تو نداریم، میخوام با تو معاملهی بکنیم هری، معامله؟ چجور معاملهی؟ گردون به خاطر تو رنج کشیده و باید از این بابت پاداش بگیره ما عدالت رو میخوایم من آه در بساط ندارم فقط میتونم ده هزار دلاری رو که به جور کنم شاید پول نداشته باشی اما چیزای دیگه ای داری که به درد ما میخوره از چی حرف میزنی؟ به اطرافت نگاه کن میفهمی صدها کتاب نایاب هست حتما شوخی میکنی اینا تنها دارایی منن اگه بگیرید نابود میشم بالاخره کدومو ترجیح میدی اینکه به جرم تقلب راهی زندان بشی یا به زندگی آرام فروشندگی کتابهای دست دوم ادامه بدی خوب فکراتو بکن من و گردون فردا با کامیون و چند کارگر به اینجا برمیگردیم بار کردن اینا دو ساعت بیشتر طول نمیکشه و بعد برای همیشه از شر ما خلاص میشی زندگی یا مرگ در شد و درایر و ترامبل به رفوس تنه زدند و رفت هری پشت میزش نشسته بود و میگریست. اگر او چند دقیقه تعمل میکرد، پی میبرد که آنها به او بلوف زده بودند و نمیتوانستند او را به چیزی متهم کنند. اگر آنها به پلیس میگفتند، هم دستی خودشان هم برملا میشد. هری که تنها نمیتوانست این کار را بکند. سه هم دروغ بود و کار خودشان بود. به هر حال، آن روز ذهن هری درست کار نمیکرد و تا حدی هم حق داشت چون به وحشت مطلق دچار شده بود. او دنبال درایر و ترامبل بیرون دوید فریاد میزد آن دو سوار تاکسی شدند هری مشتش را به طرف تاکسی بلند کرد سپس نالهای ضعیف و ممتد کشید و آرام آرام بر زمین افتاد و در پیاده رو جان سفر. تام به سرعت میراند در حالی که خورشید غروب میکرد مقابل کتاب فروشی رسیدیم رفوس کل ماجرا را برایمان تعریف کرد در پایان واکنش فوری من گرفتن گونه ای انتقام بود. از تام کلید دفتر طبقه بالا را گرفتم و رفتم پشت میز حری نشستم و کشوی وسطی را کشیدم. دنبال شماره تلفن گوردون یا ترامبل میگشتم که پاکتی را دیدم. یادداشتی به آن چسبیده بود. پس از مرگ من گشوده شود. وصیت نامه ای 12 و ماشین شده بود. در آخرین صفحه نام وکلای تهیه کننده وصیت نامه، اسامی شاهدان و تاریخ پنج جوان دو نوشته شده بود. وسیعت نامش را خواندم. اقدامی بزرگ و حیرت انگیز بود. انگار او به هشدار من توجه کرده و امکان هیلگری گردون را در نظر گرفته بود. برای او خیانت گردون مساوی با مرگ او بود. بیشک این کارش نمایشی بود اما کاری شایسته بود. دو وارث ذکر شده تامبود و رفوس اسپراگ بودند. آن دو ساختمان خیابان هفتم و کتاب فروشی برایتمن را به ارث می بردند و تابلوها و جواهرات مختلف هم به افراد دیگری که نامشان برایم آشنا نبود می رسید. ارزش کتابها و دست نویسا مبلغ هنگفتی می شد و بیش از آنچه بود که آن دو آرزو داشتند. هری در آخرین لحظه قدم بزرگی برداشته بود و آینده دو پسر را تضمین کرده بود. روی کاغذی شماره گردان را دیدم و آن را گرفتم و گفتم بهتره به شرکت حمل و نقلی که برای فردا قرار گذاشتی تلفن کنی و قرار رو به هم بزنی، بگو نظرت عوض شده. صدایش سرد بود. گفت تو کی هستی؟ چرا من باید این کارو بکنم؟ برای اینکه نقشت شکست خورده و پنج دقیقه بعد از رفتن شما هری مرده. حرفتو باور نمیکنم. باور کن احمق. هری مرده و تو اونو کشتی. تنها خطاش این بود که به تو علاقه داشت. دروغ میگی. هری زنده است. به سردخونه بیمارستان متودیست بروکلین تلفن بزن و بپرس. همین کارو میکنم، اما فراموش نکن قرار کامیون رو به هم بزنی اگه فردا به کتاب فروشی نزدیک بشی گردنت میشکنم و بعد میسپارم دست پلیس من همه چیزو میدونم صفحه دستنویس جعلی نمیخوام آبروی به خطر بیفته میدم دستگیرت کنند واکنشی که رفوس نسبت به وسیعت نامه هری نشان داد این بود هیچی نمیخواست دیگر نمیخواست با بروکلین یا حتی آمریکا کاری داشته باشد و میخواست به زادگاهش بازگردد و نزد مادر بزرگش به سر ببرد. تام هم در سکوت نشسته بود و حرف نمیزد. هر کار کردم و هرچه تام گفت رفوس نپذیرفت رفت او بیست و شش هفت ساله بود با سری کوچک و پوستی قهوهی و کمی خلوه اما بیمار. آرمانگرایی نادری در وجود او بود که همه را وقف هری کرده بود. او پس از دفن هری شبانه با هواپیما به, به کشورش جامائیکا برگشت و تا جایی که می دانم هرگز برنگشت. تام گیج بود و برای رویارویی با امکانات فراوانی که پیش رویش قرار گرفته بود آمادگی نداشت آیا میخواست به کار هری ادامه دهد یا ساختمان و کتاب فروشی را بفروشد و پولش را برای مادر بزرگ رفوس بفرستد از فروش ساختمان چند ست هزار دلار نصیب هر یک میشد و تام با آن پول میتوانست زندگیش را از نو بسازد و به کاری که مایل است بپردازد ما او چه میخواست آیا هنوز به فکر ایجاد هتلی در خارج از شهر و زندگی گروهی بود یا میخواست در دبیرستانی معلم زبان شود. روزهای بعد ساعتها در این زمینه بحث کردیم اما تام همچنان ساکت و غمگین بود. تا وسیعت نام رسمیت بیابد به پول نیاز داشت تا به بتواند کارمند دیگری را به جای رفوس استخدام کند. ناچار شدم من این وظیفه را به عهده بگیرم. لوسی را در مرکز هنری تابستانی مدرسه برکلی اسم نوشتیم. به این ترتیب روند نوشتن کتاب دیوانگی انسان کند شد. باید لوسی را به مدرسه می بردم و بر می و پشت پیشخوان هم می استادم. خوشحال بودم که لوسی را نزد خودم آورده بودم. خوش فکر و خوش قلب بود. اما مشکل سکوت درباره مادرش همچنان باقی بود و به هیچ وجه نمی محل زندگی او را فاش کند. در همین زمان هم دخترم از انگلستان برگشت. ظاهرا مرا بخشیده بود. در رستورانی فرانسوی با او قرار گذاشتم. گردنبند هدیه مرا برگردن داشت. فکر میکردم در زندگی زناشویش خیلی موفق است. اما روبرویم که نشست، اشک در چشمش حلقه زد و گفت ممکن است زندگی زناشویش به شکست منتهی شود. گفتم درست نمیفهمم. آخرین باری که تو رو دیدم میگفتی ترنس آدم محشریه. حالا چی شده؟ گفت به انگلستان که رفتیم همه چیز خراب شد. او قبل از من با دکتری به نام جورجینا دوست بود و میخواست با او ازدواج کنه. اما دختر شیفته مرد دیگه ای شده بود و او رو رها کرده بود. برای همین ترنس به آمریکا آمده بود و میخواست اول خودکشی کنه. حالا مردی که جورجینا دوستش داشته زده به چاک؟ نمیدونم. اما ترنس او را که دید دست و پاشو گم کرد. منم با او دعوای مفصلی کردم. بدترین بگو مگوی زندگی مشترکمون. خب اون چی گفت؟ همه چیز انکار کرد. این نشونه خوبیه. چرا خوبه؟ دروغ میگفت. خب اگه دروغ گفته یعنی نمیخواد تو را دست بده. حالا هم که با هم به آمریکا برگشتید و جورجینا اون طرف اقیانوسه. سخت نگیر و عجولانه رفتار نکن. آنقدر حرف زدم که لبخند زد. پیروز شده بودم و لبخندش نشان میداد که دارد آرام می شود. من هم از زندگی خودم و مسائل هری و تام برای او حرف زدم. از کتاب دیوانگی انسان و لوسی کوچولو و نامه هری راشل بی میخواست با لوسی آشنا شود و قرار شد یک شنبه آینده به دیدنم بیاید. سپس از هانی چاودر پرسید که تعریف کرده بودم خواهان تام شده است. گفتم تا کنون تماس نگرفته. تام هم حرفی نزده و شرط میبندم که دیگه هانی رو نخواهیم دید. مثل همیشه اشتباه میکردم. درست دو هفته بعد از دیدن راشل، هانی چاودر وارد کتاب فروشی شد. ساعت پنج نیم بعد از ظهر بود. لوسی را از مدرسه هنری آورده بودم و با هم کتاب های تاریخی را مرتب می کردیم و تام هم کتاب میخواند. من و لوسی مثل دو معمور مخفی پشت یکی از قفصه پنهان شدیم تا حرف آن دو را بشنویم. هانی سمت تام رفت و سلام کرد. تام سر بلند کرد و گفت هانی خدایا تو اینجا چی کار میکنی؟ بعدم بهت میگم ولی اول میخوام بدونم تو چطوری؟ بعد نیستم. سرم شلوغه و کمی استرس دارم. و ظاهرا این کتاب فروشی به من ارث رسیده. همچنان تنها هستی یا نه؟ البته که هستم. سرم بیش از حد چلوبه. من به خاطر تو همه چیز رها کردم و به بروکلین اومدم تا با تو زندگی کنم. به نظرم تو بهترین مردی هستی که در عمرم دیدم. اما من درست تو رو نمیشناسم. بعدا درست میشه. چی درست میشه؟ به همین سادگی؟ بله به همین سادگی. راستی حال لوسی چطوره؟ خوبه پیش ناتان زندگی میکنه حتما برای ناتان نگهداری از او سخته لوسی به مادر نیاز داره از این به بعد پیش خودمون نگهش میداریم خیلی از خودت مطمئنی اگه نبودم الان اینجا نبودم همه از بابا ما و چمدونام بیرون تو اتومبیل نمی به نظرم رسید حرفای اصلی را زدند و گذاشتم لوسی از مخفیگاه بیرون برود. هانی او را در آغوش گرفت و گفت حتما همه حرفای ما رو شنیدی. لوسی تایید کرد. هانی گفت خب نظرت چیه؟ لوسی گفت به نظرم فکر خوبیه و من دیگه مجبور نمی تو رستوران غذا بخورم. اون وقت داینات هم میتونه هر وقت خواست بیاد پیش ما غذا بخوره. ماها گذشت و در عواست اکتبر عاقبت کارهای قانونی وراست هری به پایان رسید و تام و رفوس مالک ساختمان و کتابهای برایتمن شدند در این هنگام تام و هانی ازدواج کرده بودند و لوسی در کلاس پنجم مدرسه نام نویسی کرده بود راشل و ترانس هم مثل قبل با هم زندگی می کردند و من همچنان در کتاب فروشی کار می کردم. اما کارم را به هانی تقسیم کرده بودیم. در روزهای بیکاری به نوشتن کتاب دیوانگی انسان ادامه می دادم و هر وقت هانی و تام به گردش و تفریح میرفتند لوسی را نگه می داشتم. هانی در شهرستان دور افتادهش محروم بود و حالا که به نیویورک آمده بود، دلش میخواست از همه امکانات شهر بهره ببرد. تاعترا، سینماها، کنسرتها، نمایش باله، شبهای شعر و قایق سواری. از دیدن شکوفایی تام سنگین وزن و بیحال بر اثر انرژی همسر تازه شاد بودم. چند روز پس از رسیدن هانی، از تردید در مورد ارسیه و اینکه با آن چه باید بکنند دست کشید و تصمیم به فروش ساختمان گرفت سهمی که از فروش آن به دست میآورد آنقدر بود که میتوانست با آن آپارتمانی دو سه اتاق خوابه بخرد و مقداری که باقی میماند کفاف هزینه زندگیشان را تا یافتن کار میداد آن دو میخواستند سال آینده به تدریس در مدارس خصوصی بپردازند از طرفی من هم سرم گرم بود با مادر نانسی مازوچلی جواهرساز دوست شده بودم و اغلب مرا برای صرف غذا به خانهشان دعوت میکردند در آنجا فهمیدم که رابطه نانسی با شوهرش جیمز جویس چندان روبه نیست نانسی پی برده بود که جیمز با برخی زنان دیگر رابطه دارد اما همیشه او را میبخشید تا اینکه جیم رسما به نانسی اعلام کرد که عاشق همکارش مارتا شده و در یازده اوت سال 2000 چمدانش را بست و رفت بدبختانه اغلب مردان احمقند و این جیمز جویس ما رکورد بلاحت را شکسته بود. دوازده روز بعد از این ماجرا متخصص سرطان به من خبر داد که ریه هایم کاملا پاک شده و سلامت است. چهار روز بعد راشل با همدستی تام و به شکلی پنهانی جشن تولد شهست سالگی مرا تدارک دیده بود و میخواست وافل گیرم کند. به بحانه مرا به خانه تام فرستادند و بعد یک باره صدای آواز و فریاد همشان به آسمان رفت. تنها چیزی که به ذهنم رسید بگویم این بود تو زندگی هر انسان لحظات خاصی فرا میرسه همزمان با این وقایع الگور در انتخابات ریاست جمهوری با جورج بوش رقابت میکرد در ذهن من نتیجه انتخابات قطعی بود و فکر میکردم شکست دموکراتها ناممکن است و هر کرا هم که میدیدم در این نظر شریک بودند فقط تام بدبینترین فرد در مورد سیاست آمریکا به نظر نگران میآمد میگفت نتیجه انتخابات معلوم نیست و در صورت پیروزی جورج بوش حکومت به دست مشتی دیوانه میافتد چون بوش یکی از نظریه پردازان راست افراطی است یک هفته پیش از انتخابات روری مادر لوسی عاقبت پیدا شد اما کمتر از سی ثانیه بعد دوباره غیبش زد تماس به وسیله تلفن با تام برقرار شد اما آن هنگام تام خانه نبود و تنها چیزی که به دست ما رسید پیام ناقصی بود که پیامگیر ضبط کرده بود همراه تام و هانی چند بار به این پیام گوش دادیم و همه جملات آن را از بر شدم هر بار که صدایش به گوشم میرسید به نظرم ناامیدتر گرفتهتر و نگرانتر میآمد آهسته حرف میزد و از اول تا آخر صدایش کمی بلندتر از زمزمه بود اما گفته هایش چنان وحشتناک بودند که بر ما تأثیر کسی را میگذاشت که فریاد میکشد تام منم روری از تلفن عمومی زنگ میزنم و وقت زیادی ندارم میدونم که از دستم خسته شدی اما دلم برای لوسی خیلی تنگ شده و فقط میخواستم حالش رو بپرسم خیال نکن آسون بود تامی من خیلی فکر کردم تو تنها کسی بودی که میتونستم روش حساب کنم لوسی دیگه نمیتونست اینجا بمونه همه چیز داره خراب میشه اوضاع بده منم سعی کردم خودم رو نجات بدم اما خیلی سخته هیچ وقت تنها نیستم برام نامه بنویس میتونی من تلفن ندارم اما میتونی برام نامه بفرستی وای مجبورم برم آدرسم شماره هشتاد و خیابون آسرنه در ببخش مجبورم برم پیام ناگهان قطع میشد و تماسی که آن منتظرش بودیم بی نتیجه تمام شد از آن پس استراب سختی ما را فرا گرفت ما هنوز دقیقا نمیدانستیم دوری کجا زندگی میکند تام نگران و خسته و زده بود گفت به حال آدمی به بیمسئولیت روری ندیدم این چه جور مادریه که بعد از چندین ماه تازه تلفن میزنه و میگه دلش برای دخترش تنگ شده میخواد براش نامه بنویسم ولی نمیگه تو کدوم شهر زندگی میکنه من دیگه به سردرگمی نیاز دارم در حالی که دغدغه تام و انتخابات سال 2000 آمریکا بود و شاهد بودند که حزب جمهوری خاک جورج بوش را کاندید کرده بودند تلاش کردند نتیجه انتخابات در ایالت فلوریدا را نادرست جلوه دهند و به کمک دادگاه عالی انتخابات را به نفع خود برگرداندند تام و هنی در تظاهرات ضد بوش شرکت میکردند و همزمان دقدقه من یافتن اقامتگاه روری و بازگرداندنش به نیویورک بود چون آدرس مبهم بود من به دوستم هنری پیپلز که همکار قدیمیم هم در شرکت بیمه بود مراجعه کردم او استعداد عجیبی برای کشف آدم های گم شده داشت. او پیشنهادم را پذیرفت و گفت به یاد روزهای خوش گذشته میتونی روی من حساب کنی. مشکل این بود که روری و شوهرش تلفن نداشتند تا از آن طریق رد ها را گرفت. اما پیپلز میگفت از اونجا که مینور روزی تلفن داشته حتما میتونیم پیداش کنیم. شش هفته بود هنری پیپل زنگ زد و گفت اونو یافتم و من صبح روز بعد به سوی جنوب پرواز کردم. شماره 87 خیابان آسون نیمه خرابه در کنار جاده روستایی بود کرکرایش هم بسته بود و آدم با دیدن سر و خانه تصور میکرد که کسی در آن نیست دو بار در زدم اما خبری نشد فکر کردم کار از کار گذشته است و من دیر مراجعه کردم اما بار سوم که در زدم مینور در برابرم سبز شد شوهر قد بلند خوش سیما و تقریبا چهل ساله روری پیراهن سفید آستین بلندی پوشیده و کراوات آبی رنگی را زیر گلو محکم بسته بود. مردهای متدین با این گونه لباس ها در خانه راه می رو گفتم من دایی روری هستم. در این حوالی بودم و فکر کردم بیام اونو ببینم. راستی؟ او منتظر شماست. فکر نمی کنم. به نظرم شما تلفن ندارید نه؟ همینطوره. تلفن آدم رو به پرحرفی و حرفای پرت و پلا تشویق میکنه. ترجیح میدم درباره مسائل اساسی تر فکر کنم. بفرمایید تو. متاسفانه روری امروز حالش خوب نیست و طبقه بالا استراحت میکنه. ولی خواهش کنم بفرمایید تو. ما آدمای بسیار بردباری هستیم. حتی در برابر کسانی که در اعتقاداتمان شریک نیستند. پاسخی ندادم. من نیامده بودم درباره اعتقادات بحث کنم. آمده بودم اگر روری در خطر است هرچه زودتر او را از آن خانه دور کنم. برخلاف بیرون خانه داخلش مرتب و تمیز بود و سلیقه دوری را نشان وقتی روبروی مینور نشستم، اول خواستم رک و پوسکنده درباره لوسی و روری سوال پیچش کنم. اما حد زدم این کار ممکن است به ضررم تمام شود. فقط پرسیدم، گویا شما قبلا تو فیلادلفیا زندگی میکردین. چه چیزی شما رو به اینجا کشوند؟ چند آمد. شوهر خواهرم در اینجا شغل مناسبی برام پیدا کرد و موقعیت الان من مثل معجزه است. من گناهکار بودم آقای گلس. مواد مخدر مصرف میکردم. دروغ میگفتم و راحت خیانت میکردم. بعد صلح و صفا را یافتم. ما فرقه کوچکی در معبد کلام مقدس هستیم. گروه ما شست عضو بیشتر نداره. پدر مقدس به ما آموخته که گفته انسانها فاقد معناست. و برای نزدیک شدن به خداوند باید از کلام پوچ انسانی دوری کنیم. به همین خاطر هفته یک بار هر یک از اعضای فرقه ما می بایست 24 ساعت کامل سکوت کنه. اگه کسی این سکوت رو بشکنه چی میشه؟ باید فردای اون روز همه چیز رو از نو آغاز کنه. بچه هم روزه سکوت می نه. قوانین کلیسا از چهار سالگی شامل حال اونا میشه. انگار پدر روحانی شما فکر همه چیز کرده. بله اون مردی بسیار باهوشه و آموزشاش زندگی همه ما را زیباتر و آسانتر کرده. ما گله خوشبختی هستیم. به نظرم رسید مینور همینطور میخواهد درباره عقایدش هفت هشت ساعت دیگر حرف بزند. اما عجیب بود که اصلا از روری یا لوسی حرفی نمیزد و من این همه راه را از نیویورک نیامده بودم که به این حرف ها گوش کنم. گفتم برام عجیبه که شما هنوز حال لوسی را نپرسیدید. متعجب پرسید لوسی؟ شما او رو میشناسید؟ البته او تو خونه برادر روری که تازه ازدواج کرده زندگی میکنه حال کوچولو چطوره؟ اگه براتون مهمه چرا باعث شدید اینجا رو ترک کنه؟ این خواسته روری بود و من نتونستم جلوشو بگیرم ذهن او سالم نیست و من خیلی کمک کردم روحش نجات بدم ولی او حرفمو نمیپذیره آیا قانونی وجود داره که او باید طبق اون باورهای شما را بپذیره او زن منه و زن باید در همه موارد از شوهرش پیروی کنه کم کم حس می کردم سخنان ما مسیر پیچیده ای را می آبد. از آنجا که نشسته بودم راپلده ای را می دیدم که به طبقه بالا ختم شد ناگهان نوک یک کفش را دیدم که سریع ناپدید شد حتما روری بود با حرکتی سریع از جا برخواستم و گفتم روری بیا پایین من داینات هستم و تا با تو حرف نزنم از اینجا نمیرم. مینور گفت او خوابیده سرما خورده و تبش بالاست. عواست هفته بعد بیایید به او حرف بزنید. خوهرزاده از پلا پایین آمد و گفت من حالم خوبه خوبه. بلوز کهنه خاکستری رنگی به تن داشت و خسته و پژمرده به نظر می رسید. مرا در آغوش کشید و گفت حال دختر کوچولوم چطوره؟ جواب دادم حالش خوبه و از ندیدن تو بسیار دلتنگی میکنه. مینور جلو آمد و گفت عزیزم تو باید برگردی بالا و استراحت کنی با تبی که تو داشتی نباید از جا بلند می شدی روری خود را به من چسبان و گفت دایم و خیلی وقت ندیدم مینور گفت اما او میتونه بعدا بیاد روری گفت عجب احمقی هستم حق با توه من اگه از تو اطاعت نکنم آدم خوبی نیستم مینور گفت آروم باش روری جلو دایید مواظب باش مواظب چی چرا باید خفه بگیرم؟ مواظب به حرف زدنت باش. تو این خونه نمیتونی اینطوری حرف بزنی. که اینطور. به نظرم وقتش رسیده که این خونه خراب شده رو بگذارم و برم. وقتش رسیده که از دست زن ناقص عقلت خلاص شی و با افکار پاکت تنها بمونی. بعد رو به من کرد و گفت داینات. بیا از اینجا بریم. سخنان روری و واکنش ما انقدر سعی بود که مینور همینطور متحیر مانده بود. من و روری بیرون آمدیم و در اتومبیل کرایه‌ای من نشستیم و من سریع دنده عقب زدم و حرکت کرد. تا به بروکلین برسیم، روری و من حرف زدیم. روری گفت: همش تقصیر منه. از مدت پیش می دونستم که کار به اینجا می کشه. اما ضعیف بودم و از دیدگاه هم دفاع نمی کردم. وقتی با مینور ازدواج کردم، تصور کردم او منو خوشبخت می کنه. اما اولین کار او این بود که من میبایست ارتباطم را با تام و گذشتم قطع کنم به نظر او تام میتونست بر افکار من تأثیر منفی بگذاره هر قد گفتم نپذیرفت و گفت باید انتخاب کنی یا همه یا من و من متاسفانه واکنشی نشون ندادم و با او نجنگیدم دیوید در هفت سالگی پدرش را دست داده و از اون به بعد همیشه دنبال پدر گشته وقتی با پدر روحانی اینجا آشنا شد وضع ما خراب شد دیوید دنبال آدمی مقتدر بود که بتونه او رو زیر پروبال بگیره. وقتی پدر روحانی حرف میزنه تصور میکنی که گمشدت رو یافتی. او پنجا و چند ساله است. قد بلند و لاغر. تمام هم مغم او سلطه یافتن بر اطرافیانشه و هرگز نمیگه گرایشش کدومه و مدام ایدهاش رو تغییر میده. یه بار میگه باید به سروت های به دیده تغییر بنگری و در فقر زندگی کنی. و هفته بعد درباره سخت کار کردن و هرچه بیشتر پول در آوردن حرف میزنه. با این همه من تمام مدت با دیوید کلیسا میرفتم و به حرفای او گوش میدادم تا اینکه یک ماه پیش اعلام کرد که رادیو، تلویزیون و کتاب همه مظاهر فسادند و باید از خونه همون جمع آوری بشن. بعد نوبت به کاست ها و سیدی ها و تلفن ها رسید. میتونید تصورش رو بکنید دایی نات؟ دیگه نباید روزنامه میخوندیم یا سینما میرفتیم. وقتی دیگه چیزی تو خونه ها نموند که پاکسازی بشه اعلام کرد که شما هر بار که حرف میزنید صدای خداوند از خود دور میکنید پس فرمان داد افراد بالای 15 سال یک روز در هفته سکوت مطلق کنند من هم ظاهر قضیه را حفظ میکردم تا اینکه لوسی به سرش زد مثل من رفتار کنه او تازه نه سالش تموم شده بود اما اونقدر منو دوست داشت که میخواست مثل من رفتار کنه در همه چیز من الگوی او بودم شنبه ها مطلقا حرف نمیزد و هر قدر به او التماس میکردم گوش نمیداد بچه بسیار باهوشیه اما خیلی هم لجباز و یه دنده است دیدم بهترین کار اینه که لوسی رو از این فضا دور کنم پس به دیوید گفتم میخوام لوسی رو پیش برادرم به بروکلین بفرستم و اگر مخالفت کنی به ازدواجمون پایان میدم اینطور شد که 200 دلار به لوسی دادیم او رو به ایستگاه اتوبوس رسوندیم و بلیتی به مقصد بروکلین براش گرفتیم و با او خداحافظی کردیم خداحافظی خیلی سخت بود. سعی کردم به گریه نیفتم. او رو در آغوش گرفتم و گفتم به همه بگه حال من خوبه. نامه هم برای تام نوشته بودم و همه چیز رو در اون توضیح داده بودم. متاسفم که لوسی اون نامه رو گم کرده بود. شما حتما از این که او رو دست خالی یافتید سخت یکه خوردید. از طرفی من هرگز از لوسی نخواسته بودم که آدرس خونم رو به شما نده. چرا باید چنین کاری میکردم؟ من فقط به او گفتم فقط به تام بگو من حالم خوبه و همه چیز مرتبه. حتما لوسی برداشتش از کلمه فقط این بوده که او نباید اطلاعات دیگری از من به شما بده. او همیشه در اجرای گفته ها خیلی دقیق بود. چرا دوباره به شما تلفن نزدم؟ برای اینکه نمیتونستم. دیوید دیگه با من مثل گذشته نبود و نسبت به من سختگیری شدیدی میکرد. همون وقت که از ایسکا برگشتیم من رو واداش به اتاق لوسی برم و در رو به روم کرد و بقیه ای روز به تمام شب منو در اونجا تنها گذاشت. مدتی بعد هم پنجره اتاق را تخت کوب کرد. اما لطف بزرگی که در حق من کرد این بود که تلویزیون، رادیو، دستگاه پخش سیدی و کتابها رو برام به طبقه بالا آورد. گفتم این کارت مگه خلاف نیست؟ گفت با پدر روحانی حرف زدم و پذیرفته که تو در اتاقت کاملا راحت باشی. اما تو دیگه از کلیسا ترد شدی و حق نداری به معبد بری. نمیدونی در چه حالی بودم اول فکر میکردم همه اینا چند روز بیشتر طول نمیکشه و میتونم از اونجا فرار کنم اما روزها تبدیل به هفته ها شدند و هفتهها ها جاشون رو به ماهها سپردند البته وقتی خودش از سر کار برمیگشت میتونستم از اتاقم بیرون بیام اما اون وقت چطور میتونستم فرار کنم اون مدام منو زیر نظر داشت و اگه دو قدم از خونه دور میشدم خودش رو من میرسوند و به زور برم میگردوند چه ماشین توی جیب او بود و من فقط کمی پول خرد داشتم که اون را هم در کشوی کمد لوسی یافته بودم. فقط یک بار تونستم خودم رو به بیرون از خونه برسونم. اونم وقتی بود که به تام تلفن زدم و تام متاسفانه تو خونه نبود. حتما اونو به خاطر میارین. انگار معجزه شده بود. دیوید بعد از نهار خوابیده بود. تلفن عمومی حدود یک کیلومتر و نیم با خونه ما فاصله داشت. من تا اونجا که میتونستم دویدم. گمون کنم دیوید ده دقیقه بعد از رفتن من بیدار شده و با ماشین دنبالم اومده بود. چه فاجعه ای. حتی فرصت نکردم پیغامم رو برای تام تموم کنم. حالا فهمیدی چرا مریض و رنگ رو پریدم؟ من شش ماه رو در اون اتاق گذروندم. در حالی که در بروم گفت بود. تلویزیون نگاه می کردم. کتاب می خوندم. به موسیقی گوش می دادم. و بیشتر از همه به خودکشی فکر می کردم. فقط به این دلیل خودکشی نکردم که به لوسی قول داده بودم روزی برای بردنش میام و باز با هم زندگی خواهیم کرد. ولی خدا میدونه کار آسونی نبود. اصلا آسون نبود. اگه امروز بعد از ظهر خودت رو نرسونده بودی نمیدونم تا چند وقت دیگه میتونستم اون بعض تحمل کنم. به یومن دوستیم با خانواده مازوچلی توانستم محلی برای زندگی روری و لوسی بیابم. در طبقه دوم، اتاق خالی بود که قبلا اتاق کار جیمز جویس بود اما حالا که شوهر نانسی ول کرده و رفته بود میشد آن را در اختیار روری گذاشت روری نه پول داشت نه کار میکرد اما من آماده بودم تا زمانی که از عهده پرداخت اجاره براید آن را بپردازم و از آنجا که لوسی آنقدر بزرگ شده بود که بتواند گهگاه از بچه های نانسی مراقبت کند این نقل و انتقال به نفع همه بود خانم مازوچلی مادر نانسی گفت نگران نباش ناتان. نانسی در کارگاه جواهر سازیش به دستیار نیاز داره و اگر روری بتونه تو کارهای خونه هم کمک کنه لزومی نداره اجاره بپردازه. شش ماه می شد که من و خانم مازوچلی با هم آشنا شده بودیم و اغلب ساعتهای روز را با هم میگذراندیم. او تقریبا دو سال از من کوچکتر بود یعنی پنج و هشت نو ساله بود اما روحیش آدم را رو مجذوب خود می کرد. عشق آدم های محسن نوع خاصی است. دارای گونه ای اطوفت است که در جوانان کمتر دیده می شود. اگرچه پوست سفتی خود را میبازد اما همان پوست است. و اگر کسی آن را نوازش کند، انسان دل میبازد. من و خانم مازوچلی بهار زندگی را پشت سر نهاده بودیم. او به زیبایی دخترش نبود و آنجا که عکسهای جوانیش نشان میداد هرگز چندان زیبا نبود. ما به ظاهر هیچ وجه مشترکی نداشتیم. در دو محیط کاملا متفاوت رشد کرده بودیم و تقریبا در همه موارد به چیزهای متفاوتی علاقه من بودیم. او هرگز کتاب نمیخواند و از این کار کلافه میشد. در حالی که من از فعالیت بدنی وحشت داشتم و ساکن بودن برایم عین خوشبختی بود. برای او تمرینات بدنی نه تنها یک وظیفه که مایه خوشی بود. در تعطیلات آخر هفته دوست داشت ساعت شش صبح برخیزد زد تا در پارک دوچرخه سواری کند. او هنوز کار میکرد، در حالی که من بازنشسته بودم. او خوشبین بود و من بدبین. او در ازدواج خوشبخت شده بود و تا زمانی که شوهرش بر اثر حمله قلبی در نگذشته بود با هم خوب بودند. اما زندگی من و همسر سابقم سرشار از درگیری بود. او به اخبار علاقه نداشت در حالی که من هر روز با دقت روزنامه می خاندم. او اون ماهی و ماکارونی دوست داشت من استیک و سیب زمینی. با وجود این هر دو با هم خیلی جور بودیم و این از رازهای زندگی آدمی است. وقتی نانسی ما را به هم معرفی کرد از او بدن نیامد. اما در مراسم ترهیم هری هنگام گفتگوی طولانی احساس کردم چیزی میان ما جرقه زد. از آنجا که خجالتی هستم در تلفن کردن به او تردید داشتم. اما هفته بعدش او مرا برای شام دعوت کرد و همه چیز به این شکل شروع شد. به او علاقه زیادی داشتم و مرا بسیار میخنداند چیزی که از نظر پزشکی برای سلامت جسم و روح عالی است دیوانگی های کوچک و رفتار نامربوط مرا تحمل میکرد و وقتی همه چیز را سیاه میدیدم خونسردیاش را حفظ میکرد وقتی میگذاشت کتاب دیوانگی انسان را برایش بخوانم روحیهاش را تحسین میکردم اما درباره ادبیات چنان نادان بود که های ناچیز مرا قطعات بزرگ ادبی میپنداشت اما اینکه می توانستم با او ازدواج کنم و بقیه اوقات زندگیم را با او بگذرانم شک داشتم. پس از فاجعه ازدواج اولم تردیدم در ترجید فراش قابل درک بود. با این همه چهار روز پس از پیروزی غیرقانونی بوش در انتخابات ریاست جمهوری و دوازده روز پیش از پیدا شدن روری گم شده از تقاضای ازدواج کردم. خانم مازوچلی در پاسخم به قهقه خندید و گفت او نه تن مهربون حقیقت اینه که تو نمیتونی شوهر خوبی باشی اما برخلاف این رکگویش ناگهان به گری افتاد و گفت خیال نکن قد ناشناس هستم تو در این سالهای اخیر بهترین مردی هستی که دیدم اما اینکه تقاضای ازدواج میکنی قلبم میلرزه باید اذعان کنم حالا که خانم مازوچلی تقاضایم را, را رد کرده بود انگار باری از دوشن برداشته شده بود من بزرگمنشیام را نشان داده بودم و او که مرا خوب میشناخت فهمیده بود نمیتوانم همسر خوبی برای او باشم. خانم مازوچلی اشکایش را پاک کرد و پانزده روز بعد روری و لوسی را در خانهش پذیرفت. برای همه فکر آقلانه ای بود. هرچند تا موهانی در این مدت به او خو گرفته بودند. البته تجربه بازی کردن نقش پدر و مادر آنها را مطمئن کرده بود که بهتر است بچه دار شوند. اوایل جوان، تام از من پرسید میل دارم پدر تعمیدی فرزندشان باشم یا نه از اینکه فهمیدم هانی آبستن است خوشحال شدم و با چشمانی پر از اشک پذیرفتم که پدر تعمیدی بچهشان باشم سه روز بعد دخترم راشل و شوهرش ترنس به خانه من آمدند خانم مازوچلی هم بود در فرصت مناسبی که پیش آمد از او درباره زندگیش پرسیدم خوشحال بود و خبر داد که آبستن است برای دومین بار در کمتر از سه روز چشمانم ناگان پر از اشک شد. زنان باردار پیرامونم شکوفا می شدند و من نیز حالتهای زنانه می گرفتم. موجودی که با شنیدن صحبت از بچه ها عشق به چشم می آورد، حالوی احساساتی که ناچار می شد برای جلوگیری از شهرمساری در انزار همیشه یک بسته دستمال کاغذی با خود داشته باشد. در ماهای پس از فرار روری، رویدادهای عجیبی در خانه مازوچلی دیده می شد. مثلاً، لوسی که می ترسید غیبت طولانی مادرش او را کودکی عبوس و غرغرو بار بیاورد اینطور نشد و با سرعتی چشمگیر با تغییر فضای زندگیش خو گرفت وقتی بالاخره روری را به بروکلین آوردم لوسی ده سانت رشد کرده و در دبستان از بهترین شاگردان کلاس بود و حالا که مادر را بازیافته بود میشد تصور کرد که آرزویش برآورده شده است اما باز چنین نشد او که ابتدا از دیدن مادر غرق شادی شده بود پس از مدتی کینجو و خشن شد و در آخر اولین ماه زندگی مشترکشان آن دخترک باهوش پر انرژی و شوخ به بچه بدخلقی تبدیل شده بود که درها را به هم میزد به درخواستهای معدبانه با تمسخر جواب میداد که فریادهایش در طبقه دوم میپیچید غرغرها تبدیل به قهر و قهر تبدیل به خشم میشد البته رفتار تند او فقط با مادرش بود و با بقیه مثل سابق رفتار میکرد. به نظرم علت این امر برخورد ناگانی روری با او در چند ماه گذشته بود. چرا یک مادر باید بخواهد بچهش را از سر باز کند؟ روری ناخواسته روح دخترش را زخمی کرده بود و حالا سعی میکردم هرچه بیشتر به دیدن روری بروم به ویژه تا یه ماهای سخت اولیه آزارهای زندگی زناشویی برای همیشه بر او اثر گذاشته بود و هر دو میدانستیم که هرگز قادر به فراموشی آن نخواهد بود و اگر در آینده هم موفق میشد زندگی را از نو بسازد گذشته همواره با او باقی میماند پیشنهاد کردم هزینه مداوای او را نزد روانپزشک بپردازم اما نپذیرفت میگفت ترجیح میدهد با من حرف بزند من این مرد تلخ و تنها که کمتر از یک سال پیش برای پنهان کردن خود به بروکلین آمده بود و خیال میکرد دیگر هیچ انگیزه ای برای ادامه زندگی ندارد حالا با دگردیسی کامل به آدمی مورد اعتماد بدل شده بود که به نصایحش گوش می سپردند. روری برای این ترجیح می داد که با من حرف بزند چون برای نجاتش به کارولینا رفته بودم و با اینکه چندین سال بود همدیگر را ندیده بودیم هرچه باشد داییش بودم و میدانست میتواند به من اعتماد کند این بود که هفته چند بار با هم نهار میخوردیم و حرف میزدیم با اینکه روری حالا در بروکلین به سر میبرد معلوم نبود دیوید دست از سرش نام و آدرس هم در دفتر راهنمای تلفن بود و به راحتی می توانست از طریق من او را پیدا کند. از تصور با آن فرد موهای بدنم راست می شد. اما نگرانی هم را در دل نگه می داشتم و به روری هیچ نمی گفتم. مسئله دیوید برایش چنان دردآور بود که به سختی از آن سخن می گفت و من نمی خواستم به استراب او دامن بزنم. رفته رفته با گذشت ماها این فکر از سرم بیرون می رفت تا اینکه یک روز صبح پاکت سفیدی را در صندوق نامه هایم یافتم و بیان که به نام روری روی آن توجه کنم فکر کردم مال خودم است بازش کردم نامه کوتاه همراه با مقداری مدرک بود که این خطوط دست نویس را روی آن نوشته بودند روری عزیز این برای ما بهتر است امیدوارم خداوند رحمتش را به تو ارزانی دارد دیوید مدارک همراه نامه به طلاق مربوط میشد قاضی منطقه طبق اطلاعی ازدواج آن دو را به سبب اینکه روری زندگی مشترک و خانه را ترک کرده بود باطل اعلام کرده بود آن روز وقت نهار از روری بابت گشودن نامه عذر خواستم و بعد پاکت را به او دادم پرسید این چیه جواب دادم نامه از شوهر سابقه به علاوه این مقداری مدارک رسمی شوهر سابقم منظور چیه بازش کن خودت میبینی وقتی نامه را میخواند و مدارک را نگاه میکرد دیدم حالتش بسیار کم تغییر کرد. تصور کرده بودم لبخند میزند و حتی میخندد. اما چهرش نفوذناپذیر ناپذیر باقی ماند. آقابت گفت خب اینم از این. تو آزادی رو دی. اگه بخوای میتونی فردا باز عروسی کنی؟ دیگه هرگز این کار رو نمی کنن. الان این حرف میزنی. اما اگه با کسی آشنا شدی از حرفت بر میگردی. نه. به تو قول میدم ناتان. این بخش از زندگی من تمام شده حالت خوبه رنگت خیلی پریده خوبم هیچوقت به این خوبی نبودم برای خودت پروژهای نداری نه همینطوری از همه چیز راضیم. هم. از جواهرسازی راضی هستی این کار تو رو قانع میکنه کاملا به من مجال میده هر روز با نانسی باشم چه چیز بهتر از این در تمام دنیا آدمی مثل او پیدا نمیشه واقعا دوستش دارم ما چیزهای مشترکی داریم مثل اینه که خواهر باشیم افکارمون روی یه طول موج حرکت میکنه هر کدوم میدونیم دیگری چه فکر و احساسی داره با یک نگاه فکر هم دیگری میخونیم. هرگز با هیچ کس اینطور نبودم نانسی میگه این ارتباطی جادوییه اما به نظر من محبته به خاطر دارم آن شب بسیار گرسنه بودم و پیش غذا و میگو را با ریحان ظرف چند دقیقه تمام کردم بعد تلویزیون را روشن کردم و فیلم وسترنی را که نشان میداد تماشا کردم در یکی از صحنه ها گاوچران پیری گفت من از پیر شدن بدم نمیاد زندگی بی درد سر ادامه پیدا میکنه به خودم گفتم این احمق نمیفهمه چی میگه و ده دقیقه بعد فکر کردم زندگیم به پایان رسید ناگهان دردی شدید در سینه هم حس کردم اول تصور کردم بر اثر بدحزم شدن شامی بود که خورده بودم اما درد شدیدتر شد و بالاتنه هم را چنان فرا گرفت که گویی اندرونم آتش گرفته بود. به زودی بازوی چپم کرخت شد و چانه هم سوخت. به قدر کافی مقاله خوانده بودم که بتوانم علائم عادی حمله قلبی را تشخیص دهم. درد تحمل بود. کوشیدم از جا برخیزم. اما هنوز دو قدم نرفته بودم که بر زمین افتادم و از شدت درد به خود پیچیدم. سینم را با دو دست چسبیده بودم و نفس نفس می زدم. از جای بسیار دوری شنیدم صدایی به کسی می گفت به خیابون اول آمبولانس بفرستید. عجیب اینجاست که نمی ترسیدم. حمله منو به جایی برده بود که مسائل زندگی و مرگ بی اهمیت بود. کافی بود بپذیری. وقتی مرا در آمبولانس می گذاشتند، متوجه شدم که خانم مازوچلی آنجاست. کنار من ایستاده بود و چهرهش قیس عشق بود. سعی کردم لبخند بزنم. گفت، تو دیگه من ضربه نزن. خواهش میکنم ناتان زنده بمون. بعد درها بسته شد و لحظه ای بعد در راه بودم. زنده ماندم چون معلوم شد دچار حمله قلبی نشده بودم دلیل آن درد شدید مری بود آمبولانس مرا به بیمارستان متودیست رساند و از آنجا که در طبقات همه تختها اشغال بود مرا در سالن اورژانس طبقه همکف در قسمت مربوط به بیماران قلبی قرار دادند یک پرده سبز نازک مرا از دفتر اصلی جدا می کرد. هر چهار ساعت یک بار از من خون می گرفتند. آمبولانس ها مدام مریض می آوردند. مریض ها هم دیگر را صدا می زدند، تلفن ها زنگ میزد، میزهای چرخدار حمله غذا از یک طرف راه رو با سر و صدا به طرف دیگر می رفتند. همه اینها در نزدیکی من می گذشت. چنان نزدیک که با نوک پایم چندان فاصله ای نداشت، اما انگار در جهان دیگری روی می داد، گمان نمی کنم هرگز مانند آن شب نسبت به آنچه پیرامونم می گذشت بی تفاوت بوده باشم، یا چنان در خود فرو رفته و غایب. هیچ چیز به نظرم واقعی نمیآمد بجز بدنم. خودم را میدیدم که با ناامیدی و بیصبری واقعیت را میکاویدم و در عین حال بسیار دور بودم و بر فراز تخت بیمارستان بر فراز سقف بر فراز بام بیمارستان در پرواز بودم میدانم که حرفهایم بیمعناست اما وقتی در آن سلول تنگ دراز کشیده بودم انگار هیچ جا نبودم گویی در عین حال درون و بیرون از خودم بودم این بلایی است که وقتی گذارتان به بیمارستان میافتد بر سرتان میآید لباس را در میآورند و یکی از آن پیراهن های تغییر آمیز را میپوشانند و ناگهان دیگر خودتان نیستید. تبدیل به موجودی می شوید که در بدنتان زندگی می کند و از آن پس مجموعه از بیماری های بدنتان هستید. معنای چون این خاری از دست دادن هر گونه فضای شخصی است. وقتی پزشکان و پرستاران سوال می کنند مجبوری جواب دهید. میخواهند شما را زنده نگه دارند و فقط کسانی که مایل به ادامه زندگی نیستند پاسخهای کاذب می دهند. اگر در محبته بسیار تنگی باشید و در کمتر از یک متری کسی دیگری به پرسشهای دکتر جواب دهد، نمی از شنیدن خودداری کنید. شاید مایل به دانستن جوابها نباشید، اما وز است که بی اختیار می شنبید. آن شب بسیار کم خوابیدم. هر بار ده دقیقه یک روپ چرت می زدم و بیدار می شدم. تا اینکه بعد از سپیددم یکی دو ساعت خوابم برد. خانم جویس، تام، هانی، رودی و لوسی به دیدنم آمدند. ولی به هیچ کدام اجازه ندادند بیش از چند دقیقه نزدم بمانند. اوایل بعد از ظهر راشل هم رسید. همه با این سوال شروع میکردند حالا چطوره؟ و به همه یک جواب می دادم. خوبم. خوب خوب. نگران نباشی. در تمام شده بود و کم کم به زنده ماندن اطمینان میافتم. با خود میگفتم از سرطان فرار نکردم که از سکته قلبی بمیرم. گمان میکردم که خداوند زندگی را به من پس داده است و حمله شب پیش فقط هشداری به من بوده است که هر لحظه ممکن است آدم بمیرد و از این پس هر تپش قلبم ناشی از لطف خداوند است وقتی بیمار تخت بغل را بردند به نظرم آمد که تخت خواب خالی دارای نیروی نابود کننده است یا شاید بتوان گفت تخت خالی به معنای مرگ است چه حقیقی و چه خیالی به تدریج فکر دیگری ذهنم را تسخیر کرد و بر سایر افکارم چیره شد. سرانجام پی بردم که مهمترین ایده زندگیم را یافتم. ایده که از آن پس هر ساعت و هر روزی را که از زندگیم باقی بود پر می کرد. من هیچ کس نبودم. بقیه بیماران هم هیچ کس نبودند. هر یک روزی به دیار نیستی می رفتیم و پس از دفن اجسادمان فقط دوستان و فامیل می دانستند که روزی زندگی کرده ایم. مرگ ما نه در رادیو نه در تلویزیون اعلام نمیشد و روزنامه های مشهور هم نیم ستونی به ما اختصاص نمیدادند. کسی درباره ما کتابی نمی نوشت. این افتخار تنها از آن قدرتمندان، مشاهیر یا هنرمندان است. چه کسی دلش میخواهد زندگی نامه آدم های عادی را چاپ کند؟ آدم هایی که ستایش نمی شوند. کسانی که هر روز در خیابان ها می بینیم و بی توجه دور می شویم. پس اکثر زندگی ها ناپدید می شوند. کسی می میرد و رفته رفته همه نشانه های زندگیش نابود می شود. از اغلب آدم ها تنها چند آلبوم عکس، کارنامه های تحصیلی، جایزه های ورزشی یا فرزن زیر سیگاری دزدیده شده از هتلی در آخرین روز تعطیلاتی فراموش شده در فلوریدا می ماند. چند شی مقداری مدرک و خاطره های مبهم در ذهن نزدیکان کسانی که می توانند در مورد متوفا حکایت هایی تعریف کنند اغلب تاریخها را مخلوط و رویدادها را فراموش می کنند و بیشتر اوقات واقعیتها را از شک می اندازند وقتی آنها هم به نوبه خود می میرند نیز از میان می روند. ایده من این بود تأسیس شرکتی به منظور چاپ شرح حال آدمهای فراموش شده برای ثبت رویدادهای زندگی آنان پیش از اینکه فراموش شوند و نوشتن آنها به صورت زندگی نامه دوستان یا فامیل فرد مورد نظر زندگی نامش را سفارش خواهند داد و کتاب ها در شمارگانی محدود برای استفاده خصوصی منتشر خواهند شد از پنجا تا 400 نسخه فکر می کردم خودم آنها را بنویسم اما اگر تقاضا زیاد می شد می توانستم از دیگران کمک بگیرم از شاعران و نویسنده های بی پول روزنامه نگاران سابق دانشگاهی های بیکار شایدم از تام هزینه نوشتن و چاپ چنین کتابهایی قابل توجه بود اما من نمیخواستم زندگی نامه هایم به شکل یک امتیاز فقط در دسترس ثروتمندان باشد برای خانواده های کم درآمد برنامه دیگری در نظر داشتم باید هر ماه مبلغ ناچیزی را برای تأمین هزینه های کتاب کنار میگذاشتند این کار به شکل بیمه انجام میشد نه بیمه مسکن یا عمر بلکه بیمه زندگی نامه آیا اینکه تصور میکردم میتوانم این پروژه عجیب را به جایی برسانم نشان دیوانگی بود؟ تصور نمی کنم. کدام دختر جوان مایل نبود زندگی نامه پدرش را بخواند؟ کدام مادر آرزو نداشت داستان زندگی پسرش را که در سی و چهار سالگی مرده بود بخواند؟ آنها می توانستند به کسانی که دوستشان دارند زندگی دوباره ببخشند و من با همه توانم آنها را یاری می کردم. آن شخص را به کمک واجه ها زنده می کردم و برای همیشه نزد فامیل یا علاقمندانش باقی می گذاشتم. کتاب تبدیل به شیعی می شد که پس از مرگ هم باقی می ماند. هرگز نباید نیروی کتاب را دست کم گرفت. نتیجه آخرین آزمایش خونم که نشان می داد خطر رفت شده است نیمه شب رسید. برای ترک بیمارستان دیر وقت بود. از این رو باقی شب را با ولعی وحشتناک به ساماندهی چارچوب شرکت آیندم گذراندم و در فکر عناوینی بودم که هدف پروژه هم را بیان می کرد. بالاخره این عنوان به ذهنم رسید. بیوگرافی نامحدود. تقریبا یک ساعت بعد تصمیم گرفتم کار را با همسر هری برایتمن شروع کنم. به او تلفن می کردم و می گفتم اگر مایل باشد زندگی نامه شوهر سابقش را من می توانستم بنویسم. مرا که مرخص کردند خود را در هوای تازه صبحگاهی یافتم و از زنده بودنم طوری شاد بودم که می خواستم فریاد بزنم. بالای سرم آسمانی آبی و بس پاک و ژرف دیده میشد وقتی به خیابان پا گذاشتن ساعت هشت صبح بود ساعت هشت صبح روز یازده سپتامبر 2001 درست چهل و شش دقیقه پیش از برخورد هواپیما با برج دوقلو دو ساعت بعد دود ناشی از سوختن اجساد سه هزار نفر آسمان بروکلین را تیره کرد و ابری سفید از خاکستر مرگ بر سرمان فرو ریخت ولی در آن لحظه هنوز ساعت هشت بود و من زیر آسمان آبی درخشان در خیابان راه میرفتم و خوشبخت بودم. خوشبخت به اندازه ای که هر کس در این دنیا می باشد.